به این دلیل که این فرهنگ بسیار جانانه هست، این فرهنگ بسیار ناب و نقض و گیرا هست. پس ما از تمام دوستا، از خواهرها و برادرهای خود میخواییم که با فرهنگ تومار نویسی، با فرهنگ مزایره، برنامه خیابانی، با فرهنگ مردم سالاری، با فرهنگ رایدهی، با فرهنگ انتقاد، با فرهنگ بازپرسی یا مثلا بازپرسی عمومی که ما رفرندوم میگیم، با اینا ما شما باید آشنایی پیدا بکنین، چون دولت ما دولت دموکرات هست، دولت مردم سالار هست، دولت لیبرال هست، دولت پساساختاره هست، دولت پسانوین هست، دولت بانوها هست. ما یک نوار در امی اکاونت خود ما شریک ساختیم و در دیگه سامانه اجتماعی خراسان انترنشنال هم شما شریک ساختیم. شما اگر بیاد داشته باشین ستامر کیر، ستامر کیر نخست وزیر بریتانیای کبیر شد و از طبقه کارگر است، از حزب کارگر است که به منفعت ما و شما مهاجرین است، بسیار آدم خوب است و بسیار آدم ضد طالب هست، ضد اوغان ملت هست و مسئله فلسطین ما تقریبا پیش رو برای حلش، مسئله رواندارم که هست از بین برد، آدم خیلی اصولگرا هست، آدم خیلی خوبی است که این فعلا مسئولیت گرفته. وقت کابینه خود افتتاح کرد، نیم کابینش بانوها هست، نیم کابینش در تاریخ بریتانیا تاریخ مرد سالاره نداره، بریتانیا تاریخ مرد سالاره نداره. در قرن 19 زن و مرد در دانشگاه آکسفورد نمیتونه بخونه، سگریگیشن بود، سگریگیشن پالیسی داشتن. من گپای تاریخش میگذارم، ولی این آدم آمد نیم کابینش از زنها تشکیل داده، یعنی هفت، یعنی نیم کابینش زنها است. میفهمین سکرترش که اگر این آدم کدام چیزی شوه بمره تصادم بکنه، یک زن نخست وزیر در تاریخ بریتانیا میشوه. قدر به زنا و بخش اقتصادش از زنا پیشمه، بخش عدلیش از زنا پیشمه، بخش داخلیش فقط اینمه قمانده که وزارت دفاعش هم به زنا بته و داخله بسیار مهم است و عدلیه و همچنان فننش تریجری یا تریجری از چیز اقتصاد به یک بانو داده و به این معناست که ما انشاءالله بیاری از دانستطور که این چیزا رو باید بفهمیم و دولت ما هم که افتتاح کردیم نیمش از زنها است، نیم پیکره دولت ما از زنها است، ممکن بیشتر. ما یک چیزم نوشته کردم در اونجا که ممکن نخست وزیر ایالات متحده خراسان حکومت دموکرات فدرال در تبعید یک زن باشه. ای امیدم نیست، این یک برنامه هست، باید زن باشه. پس به ایمان آریای عزیز کمرهایتان بسته بکنیم، ما شوخی نداریم، از اینمیال ما و شما باید تمرین بکنیم. همه شاخصه های جهان مدرنه باید یاد بگیریم و او را تطبیق بکنیم، چون جامعه ما جامعه سنتی بوده، جامعه پدرسالار بوده، جامعه هوچیگر بوده، جامعه غوغاسالار بوده، جامعه یک چی میگن بی‌معنا بوده و پوچگرانه که از همه چیزه. این جامعه جامعه اوغانی هست، فرهنگای اوغانی هست و همچنان اوغانوالی تطبیق شده، هیچ سنخیت با دین نداره، دین هیچ دوری را بازی نکرده، همش که هست فرهنگای اوغانی است و از طریق اوغان طولنه، پختو طولنه و از طریق اوغان ملت و از طریق دولت، از طریق اینا اعمال نفوذ شده. تمام این لوش چتلی و مرداری و پلیتی را ما و شما باید پاک بکنیم. ما بخش مردا پاک کرده روانستیم، ولی در سایه زنا ما نمیتونیم داخل شویم، کنجرم پاک بکنیم. دیگه این مسئولیت شما هست، کار آغاز کردین. درود بر شما، درود به بانوها، درود به تمام شما. واقعا من میدانم که هست با محدودیت های که هست، با محدودیت های فامیلی که شما دارین، با جنجال های فامیلی که شما دارین، همه ما شما متاسفانه خصمانه در مقابل بانوها برخورد میکنیم، بازم صدایتان میکشین، بازم حضور پیدا میکنین، این بر ما یک جهان ارزش داره. روی عزیز دیگه من بخیر چپ میباشم، گویا خدا بند میکنم. تشکر، زنده باشی فرق جان. بسیار زیاد گپای پر از معلومات و پرفکت دیگه. تشکر، زنده باشی. آل دباری ازی یک کم معلومات بتوم که چه خوبی های پتیشن فرق جان هم گفت و خصوصا با ما خانما که سرش باید کار کنیم. باز هم یاد میکنم که خیلی مهم است که تک تک ما که یک فامیل هستیم دیسم بگیریم، چوری به تغییرات خیلی بزرگی به وطن ما میاره، به خراسان و به از جنریشن نو ما و به خود ما، با آینده ما، زندگی ما به خیر در اون جغرافیه. دیگه
خوبی های خود خیلی زیاد داره. یکی از کلانترین خوبی هایش است که باید را درک کنین و برین امضا بکنین یا پتیشن برین یک سر بزنین بخوانین و اونجا نوشته کنین من افغان نیستم و من ازبک هستم یا تاجک یا نمیفهم اینطوری پر کنین. چوری مهم است، چوری خوبی هایش چی است که عقب اقدار داده میشه و اینده ما را میتونیم بسازیم. خیلی خوبی های دیگه خود داره که یک گورنمنت، یک ابرقدرت که خوب است یا خراب که در قدرت است، مثل که امروز طالبا هستن و جام جهانی و حقوق انسان دیگه و دیگه، کل گورنمنت های کلان مثل امریکا و جهان صدای ما را بشنوه. از خاطر مهم است که ما بریم امضا کنیم. اینان در خانه شما بانوها دخترای جوان دارین، بچه های جوان دارین، شاید طفلای هم داشته باشین که اونا مریض باشن یا نتونن امضا کنن، یا کلان سالای داشته باشین مثل بی بی جان، بابا جان، اینا همشان در این تشویق کنین، برشان بفامانین و اونا را هم کوش کنین که امضا کنن. باید نیست، باز هم شما خودتان قدم میمانین، مگم یک دفعه پیش خود درک کنین که این چقدر مهم است، غیره که به شما، به خودتان شخصا مهم است، به همه هموطنانتان و به خراسان مهم است. دیگه دوستان وقت میتیم گرند خراسان گفته یادم نره که شما رو من مدیراتور ساختیم و برادرم اونجرام، یک شما بتونین یک کم میمونا رو بیارین. من قدر کسا رو نمیشناسم با درفشا، یک کم چیز میشم نرویس که میگم کس غلط بالا نبیارم، خدا نو کده. دیگه از خاطر اگه شما جاوید خراسانی او که از ماستر است، جاوید دعوت بکنه اگر حضور داشته باشه، اورم ملازم اتفاق کسی. من گرند خراسان مدیراتور ساختم از بینجر. خصایص شما اگه چیز گفتنی دارین، من فکر کنم شابانو رو هم بالا بیاریم، اونا هم صحبت های در این باره داشته باشن. نگه امین سپرایز گست ماستر. شما تا وقت دوستا رو بالا بیاریم، من بازم میخوایم در مورد پتیشن یکم وضاحت بیشتر بدم. ببینید دوستای عزیز خراسانیان گرامی، یک چیزی که در ذهن اکثریت خراسانی ها هست این است که میگن والا در فضای مجازی یا در شبکه های مجازی ما شما سر صدا را مندازین و هیچ فایده نداره. دیروز یک کوچیگر رو همین مسئله را یاد کرد، ما برش گفتم که برادر عزیز ببین، اول خواهی فضایی که ما و شما هستیم فضای مجازی نیست، فضای حقیقی است، یعنی یک فضای اجتماعی است و رسانه های اجتماعی است. مجازی به چیزی میگن که حقیقی نباشه و حقیقت نداشته باشه و در پشت سر از او کمپیوترها باشه و نمیفهمم توسط عقلای هوشمند، هوش مصنوعی اینا پیش میبره. ما و شما در پشت تلفن ها که هستیم صحبت میکنیم، ما حقیقی هستیم و وجود داریم. مسئله آلمان از طریق چی به گفته کسایی که میگن فضای مجازی، مسئله آلمان ما مسئله دار ساختیم که امروز میگه کسی که از تروریست حتی یک صحبت میکنه با پشتیبانی از تروریست، فقط بر ما اطلاع بده به اداره ماجرت یا اداره ماجرین آلمان برشان اطلاع بده، بگو اینی آدم از تروریست پیروی میکنه یا پشتیبانی میکنه یا بر نفع تروریست لابیگری میکنه، فقط برشان بگو دیپورتش میکنه پس به مو لاغستان. این را ما مسئله دار ساختیم. از کدام طریق؟ از اینمی طریق شبکات اجتماعی. مسئله آلمانه که در آلمان یک تعداد هوچیگراب به آلمان به گن کشیده بودن و هرج و مرج و وحشت انداخته بودند آلمان، کی آمد این مسئله را برای فرانسه این مسئله را گفت که اینا کسایی بودند که فرانسه را بگن کشیدن، یا افغان بودند و از قوم یک قوم خاص پشتون و پشتون مساوی به طالب، طالب مساوی به تروریست. این ما مسئله دار ساختیم. ما گفتیم از کدام طریق؟ از اینمی طریق رسانه‌های اجتماعی یا به زعم بعضی دوستات فضای مجازی. و در قسمت پوتیشن ما میتونیم تغییرات بزرگی را بیاریم برای خراسان و
نه تنها برای خراسان، برای افراد غیر خراسانی هم یک چانس بسیار خوب است که میتونن از او استفاده کنن. از این کوتیشن اینجا ما کوتیشنی را که برای من دازیم و تو مرنویسی را که برای انداختیم ما دایی ذکر نکردیم که من افغان نیستم، من یک خراسانی هستم و تو مجبور نیستی پایین از او امضا کنی که گویا تو خراسانی باشی. نه خیر، فقط کسایی که افغان نیست میره پایین از او امضا میکنه و اصلا اونجا ذکر نیست که من افغان نیستم، من یک خراسانی هستم. بعضی از دوستا هستن که نمیخواین افغان باشن و نمیخواین خراسانی باشن چون دوست ندارن تحمیل شوه بالایشان اسم، و بر از اونام یک گزینه بسیار خوب است، میتونن برن امضا کنن و در این پروگرام در این کارزار با ما سهیم شون، چرا که ما فقط از نام افغان میخواییم از پسوند نام خود دور کنیم. افغان مساوی با پشتون، پشتون مساوی با طالب و طالب مساوی با تروریست است که همه دنیا میفهمه و ما این را روز به روز برجسته تر ساخته میریم و به فضل خدا همگی آگاه شده از این مسئله. دوم دیگه دوستای عزیز، فایده از این چی است؟ یکی از فواید از این است که امروز در کشورهای اروپایی بسیاری کسایی را به نام افغان دیپورت میکنن و میفرستشان به مو طالبستان و این را میتونن که زمانی که امضا کردن پیش خود باشه. وقتی که یک پلیس یک کشور ازش پرسان میکنه که تو از کجا هستی؟ اون بگو یک من افغان نیستم برادر، اینی اسنادم، اینی که من به ضد افغان صدا بلند کردیم، به ضد افغان در یک ارگانیزیشن بسیار قوی قدرتمند ما اشتراک کردیم و در اوجه امضا کردیم که من افغان نیستم. و فایده دومیش این است که هی کاش پدرهای ما و شما، پدرکرانهای ما و شما همیت یک چیز برام انداختن، همیت یک کارزار برام انداختن که امروزی بار از سر شانهای ما و شما سبک می بود و ما این بار به حمل نمیکنیم، ولی چیزی که هست ما همی بار حمل میکنیم و اثر شانهای خود پایان میکنیم و همی افغانیت دور مندازیم. این برای نسل آینده ما فایده دارد، برای نسل که بعد از ما است و امروز سختی و مشقتش ما میکشیم به خاطر از این که دیگر اولاد ما، نواسه ما و نسلای بعد از ما دیگه نام تحمیلی واژه‌ای که بدنامترین واژه در سطح دنیا است پسوند نامشان نباشه و امروز هیچ کدام خراسانی نیست که از این واژه یک صدمه ندیده باشه. از کوچکترین فعالیت اجتماعی گرفته که همانا یک دوست خارجی می داشته باشی یا میخوای همراه یک خارجی دوست شوید، با مجرده که میخوای مخصوصا دانشگاه ما ایره تجربه کردیم، مخصوصا دانشگاهی که در خارج از خراسان است، ما میرین برای بورسیه برای تحصیل، زمانی که میفهمه که تو از اینمو کشور هستی با وجود از اینکه خودت قبول نداری ولی او واژه بالای تو تحمیلی است و میفهمن که تو یک افغان هستی ازت فاصله میگیره و هیچ خراسانی نیست که از این واژه صدمه ندیده باشه و به نحوی ضرر نکرده باشه. متاسفانه همه ما ضرر خود دیدیم. ما نمیخواهیم که نسلهای بعدی ما از این واژه ضرر ببینه و با این واژه نامشان با پسوند نامشان باشه. دیگه دوم یکی از فایده از این پتیشنی که ما برام اندازیمی است که ما همیشه در گفتار خود ما بودیم، صادق بودیم و چیزی را که ما گفتیم عمل کردیم و از روزی که ایالات متحده خراسان ایجاد شده ما بسیاری از مسئله دار ساختیم، بسیاری از کارهایی را که ما برای انداختیم و به حقیقت پیوسته، مسئله دانشگاه بوده، مسئله کتابخانه بوده، مسئله پتیشن بوده و 2 میلیون امضا را ما چگونه میتونیم جمع آوری کنیم، یک بحث از که ما خودم او را باز در جلسه سری خود در زوم او را باز یادآور میشیم، برای دوستای خود میگیم راه های بسیار وجود داره که ما بتانیم امضا جمع کنیم و یکی از موفقیت های ما شاید همی بوده که ما فقط جمله من افغان نیستم اما در پتیشن ذکر میکنیم که بسیاری از دوستا هستن که در او امضا میکنن و کسایی که از افغانیت نفرت دارن، کسایی که با افغانیت مشکل دارن و مخالف
افغانیت هستند که پسوند نامشان باشد او امضا میکنه و تیمی که داریم و این تیم قوی که داریم شما با نوای بزرگ داریم و دیگه دوستای آقایان بسیار زحمتکش داریم در تیم خود اینا به چیزی که میگن اراده که میکنن به او اراده خود نایل میان و هر آن چیزی را که اینا اراده میکنن و او به حقیقت میپیوند و دلیل شامی است که ما بدون کدام توقع مادی ما کار میکنیم و زحمت میکشیم بدون از اینکه از کسی ما توقع داشته باشیم. به خاطر چی کار میکنیم؟ ما به خاطر خود، به خاطر نسل خود، برای خاطر آینده خود کار میکنیم. نه بر ما کسی پول میده، نه ما از کسی پول توقع داریم و هیچ نوع توقع مادی نداریم. یگانه چیزی که ما را وادار ساخته که کار کنیم، پیکار کنیم، اینمی خراسان است و خراسانی بودن است که خودش امروز به یک برند تبدیل شده و امی خود شامل امی برند بودن یک امتیاز است برای همه ما. دیگه تشکر دوستای عزیز، وقت میتیم برای دیگه دوستا. تشکر، زنده باشین گرند خراسان. دوستای نازنین لایک بزنین که عجیب غریب صفیم یکم کسا بس میرن میفتن پایین و بالا میرن. من هیچ چیزا را دیدن نمیتونم، نیم سفر را فکر کنم راپورت میزنن. خواهش میکنم زیاد لایک بزنین که می سیف باشه پیج ما. لایک بر ما هیچ چیز نمیتا، بس یکونه چیز که میکنه پیج سیکیوریتی میتا. زنده باشین. دیگه کسی دیگه چیز گفتنی داره آریا جانم؟ و پس باید بالا بیارم نایفم؟ عجیب غریب شده را ایست کسا پس پایین میفتن دیگه. آخیر بفرماین شما چیز گفتنی دارین دوستای میربان؟ کسی دیگه چیز گفتنی داره نباری یا بایی گرند خراسان؟ خوش آمدی آریا جان. پس زنده باشی. ابونو روی پایفم گفتم، دیدم که پایان است. نه نمیفهم چی گپ است. فکر کنم راپورت میزنن پیج، یعنی فکر کنین تو ما اولی دفعه این چندمی نه این لایف آواز کردیم، یعنی اینقدر اینا زشت هستن که میان اینجا راپورت میزنن. خب خیر، به هر حال سروران گرامی درود مجدد. چون این نخستین باری است که این بانو با خراسان لیدیز اکاونت میایه، با اکاونت شخصیش نیست و بار نخست است، یک کم دشواری ها و چالش های خود داره، لطفاً تا میتوانین این پیوند همگانی سازین، افزون بر این نقطه تا میتوانین که از بپسندین. سپاس. و بانو رویای گرامی، آیا شما احراز هویت کردین یا ویرف های شده اکانتتان؟ بله گره خلاصم افتی تو نیم صفحه مالم نمشت. خیر، حال پس اوکی از کل چیز؟ ما پایان میرم، یک ماشینک دارم امروی از او لایک میکنم انشالله که از ریپورت میبرایم. خیلی باز سوالی بود، ما باز بالا میایم، درست است؟ شکر، زنده باشین گرند خلاصم. فرجان خودت اگه چیز گفتنی داری، اگه که ندارین چیز گفتنی که ما گپای ما خلاص شد تقریبا. بله، ما اول میخوایم با شما شاه بانو را، یک خانم خراسانی امرای ما نو پیوسته و اونا ببینیم گپای دارن، خود خود معرفی کنن و در باری تومناسی گپای داشته باشن، پس آن هم امرایشان پیش میریم. بفرمایین خانم شاه بانو. درود و سلام خدمت همه حضار، شما بانو رویای خراسانی، بانو ایالات متحده که بانو آریا باشه، آقای علی فایق و رئیس خراسان، دیگر دوستایی که در پایین شنونده هستن، سلام و درود مرا پذیرا باشین. تشکر، زنده باشی. میتونی صحبت های داشته باشی درباره این لایف ما، درباره توپیک ما، بفرمایید. نخست باید گفت که درود برای شما، تک تک تان مبارز هستین و این جنبش پیشتر یکی از دوستا یاد کردن که ای کاش پدرای ما ای آگاهی را بر ما میدادن. به یادم رسید که از یگان تا پدرایش یا کاکایش یا مامایش یا دوستای پدرش بودن، چرا اگر ما درست فکر کنیم بودین، در نخبه ها میان ما بودین و اینا کتاب هایی نوشتین، مقاله هایی نوشتین،
ما شاید از پدر خود شاکی باشیم یا از چهار طرف خود، ولی اگر درست بنگریم پدرهای ما که پدر گفته میشن، آخر اجداد ما کارهای خیلی خوبی را انجام دادن که ما میتونیم ازشان الگو بگیریم یا الهام بگیریم. به این ترتیب درود بر شما که در این راستا کار میکنین و پیکار میکنین. درباره تومار نویسی و رایدهی گفتین که نقطه خیلی خوبی است که میان مردم ما باید رواج پیدا کنه و آگاهی بیشتر داشته باشیم در این باره، که شوربختانه در این موضوع مردم ما خیلی ضعیف هستن. از این لحاظ کارهای شما واقعا ستودنی است که در این ترتیب جامعه گام می برداریم. شما گفتین از رایدهی و سازمان، بفرمایید. نه شما بفرمایید، گپایتون رو پورا کنین، گپ نیست. شابانو شما میتونین گپای خود رو پورا کنین. خب، در باره رایدهی و دموکراسی گام می‌بردارین. پیش از اینکه ما درباره رایدهی صحبت کنیم، فکر می‌کنم بر مردم ما سازماندهی، برنامه‌ها روی سازمان، روی برنامه، روی همبستگی با همدیگر خیلی خیلی مهم است و این از نظر من اون بذریش است، اون هسته ای است که یک جامعه را می سازد. آگاهی خود مردم و پیشرفت خود از مردم در این راستا. ما خیلی بارا می گوییم که این حکومت برای من چی کرده، اون حکومت برای من چی کرده، در صورتی که وظیفه حکومت ها تنها نیست. حکومت ها چیزی است که توسط مردم همچنان به وجود می آید. اگر مردم خودشان آگاه باشند، حکومت‌های بهتر بیشک میتونن برای خود رقم بزنن. از این لحاظ من فکر میکنم که ما مردم باید بیشتر سازمانیافته پیش بریم و در این راستا وجود سازمان‌های مدنی که به انگلیسی برش سیویک سوسایتی میگن خیلی مهم است که ما مردم نه تنها به سطح سیاسی و احزاب، بلکه به سطح خیلی ارگان‌های خرد و کوچک هم میتونیم این رواج و روند سیستماتیک روی برنامه را بیاموزیم برای خود، دوستای خود و بچه و کودکای خود که تا با این روند یک کم عادی شوند. از این لحاظ مثلا وجود سازمان‌های مدنی مثل محیط زیست، کارگر، پرستار، هنرمند و غیره که اینا کانون‌های گوناگون به وجود بیارن و گروه‌های گوناگون میان هم متفق باشن و از این گروه‌ها است که اهداف و آرمان‌ها به وجود میآید که خب ما در این جامعه نیاز به چی داریم و این گروه‌ها هستن. این دموکراسی کوچک است که باعث دموکراسی بزرگ میشه. از این کانون ها و ارگان ها نخبه های به وجود می آیند که نیاز اون گروه را در نظر می داشته باشند و از این نحاظ احزاب سیاسی ها می تانه تشکیل بیافه و این جامعه مدنی خیلی نقش مهم داره در تشکیل احزاب و پیشرفت احزاب. یعنی احزابی هستند که به وجود می آیند توسط مردم و سالها کار و پیکار میکنن تا اهداف مردم هم پیش ببرن. اون کسایی که برشان رای دادن نه، در نقطه اول ما بودیم که شما رای دادن گفتین، من این مقدمه پیش پیشا رایش میگم. وقتی که رای میتن میبینن که یک سودی برشان رسیده، اون کانونشان یک پیشرفتی کرده و اهدافشان رسیدن. اگر این گونه نباشه خیلی بارا اون احزاب از بین میرن و کمتر و کمرنگتر میشن و این احزاب میتونن دولت‌ها رو تشکیل بدن یا در مقابل دولت‌های استبدادی
یک فضای عدل خواهان شوند و اون استبداد حتی بشکنن. دیگه چی؟ بله، احزاب و دیدگاه های گوناگون درباره تشکیل جامعه و ساخت و ساز جامعه و روند خیلی نقش مهم دارن. از این لحاظ من امیدوار هستم که خوب مردم ما آگاه تر شوند و آینده خود در یک سبک سازمان یافته دنبال کنن و کمتر هر کی نگه که منم کمتر منم باشه و بیشتر ما با هم. ممنون که شنونده بودین، امیدوار هستم زیاد حرف نزده باشم. تشکر، زنده باشی شاهبانوی نازنین از صحبتهای پرمعلوماتت و خوبت. کسی دیگه چیز گفتنی داره بفرمان؟ کدام دوست دیگه چیز گفتنی داره؟ گپای داره بفرمان؟ فکر کنم که نوبت رئیس خراسان. خب به هر حال درود بر شما بانو رویا، همچنان من کم مصرف هستم. درود صاحب، شما بفرمایید. گپ نیست، من منتظر میمونم. فهمیدم رئیس خراسان، دیدم که صدات نبار آمد، فهمیدم مصروف هستیم. به هر حال درود بر همه دوستانی که بالا هستن، پایین لایف کمک میکنن، همیاری میکنن. انشالله که خوب باشین و با نرویا شما بهتر است که صفحه خودتون بزرگ بسازین، به دلیل اینکه لایک بهتر میشه، چون پایین اگر ببینین در روی کامنت ها نمیشه لایک بزنی، خب تپ تپ نمیشه، مجبور صفحه شما بزرگ باشه که تپ تپ بیشتر بزنن. به خاطر این صفحه خودتون بزرگ بکنین. به هر حال بازم خوشحالم که دوباره شما بانوهای مبارز و خراسانی را داریم و لایف آمدین و روشنگری میکنین، آگاه سازی میکنین برای خانمهایی که آگاه نیستن یا از حق و حقوق خودشان به نحو محرومن و خبر ندارن. این جای افتخار است و بسیار نعمت بزرگ است که شما میایین برای خانمها چیز میگن، یاد میدین که شما میتوانید خودتان برای خودتان سرنوشت این بکنین، برای خودتان و آینده خودتان تلاش بکنین و راه های وجود داره که یکیش نمی پوتیشن است که شما یعنی تومار نویسی که شما دارین در مورد این روشنگری میکنین و معلومات میدین برای که آسانتر بشه برای دوستان ما که در مورد این همه چیز را بفهمن و آگاهانه برن امضا بزنن، به خاطر اینکه سرنوشتشان و هویتشان همه چیشان رقم بخوره به یک بارگی. به هر حال من زیاد گفتنی دیگه ندارم و خوشحالم که شما واری بانوار در کنار خود داریم و با ما هستین، همگام هستین، مبارزه میکنین به خاطر خودتان و خانمهایی که صداشان خفه شده و نمیتونن صدای خود بیرون بکنن و بخصوص بانوهایی که در داخل خراسان هستن که اونا دسترسی به هیچ چیز ندارن و هیچ چیزی نیست که اونا دست خود محکم بگیرن، همطوری ماندن و هیچ جامعه یا هیچ نهاد یا اداره هم جوابگو پاسخگو نیست در قبالشان. فقط و فقط امروز شما هستین که صدای از اونا را بلند میکنین و به خاطر از اونا تلاش میکنین و زحمت میکشین. من حرفای خود خاتمه بخشم و میایم پایین و صفحه را تلاش بکنیم که کمک بکنیم و شیر کنیم. سلامت باشین بانو رویا. تشکر، زنده باشین. دروازه مهربان از گپای خودتان. بفرمایید اگر کسی دیگه چیزی گفتنی داره. اگر ندارین که من یک چیزی خاصی میخواستم بگویم. شابانوی نازنین خیلی زیاد معذرت میخوام که من یادم رفت که شما را سوالی کنم که شما خود را سعی اینجا معرفی کنین و کم درباره خود بگوین، چرا که شما یک همکار نو ما هستین و نو پیوستین با ولایت متحده خراسان. و چی باعث شد که شما پیوستین و درباره خود یک کم اگه بتونین کوتاه معلوماتی بتین، شما کی هستین، چی تحصیلاتی دارین و همه چیزایی که خوش دارین درباره خود بگوین، کم کوتاه بفرمایید. زنده باشین، درود بر شما. خب شخص من خیلی مهم نیست، ولی خب من از کودکی به این سو همیشه پرسشایی داشتم که چرا در کشور ما جنگ است، چرا ما مهاجر شدیم، چرا هنوز هم جنگ است و چی جریان داره و همیشه کنجکاو بودم و در بحث‌های سیاسی که پدرم با دوستای خویشاوندا انجام میداد همیشه حضور داشتم و
گوش شنوا داشتم و میخواستم سوشال ساینس، کالچورال ساینس که میخواستم جامعه را از زیر ساختش کمک کنم و زیر ساخت جامعه را ببینم که چیگونه است، چیگونه شکل یافته و چی جوری آنها درش است که ما ازش میتونیم بیاموزیم، هم برای خود، برای خانواده. و خب همیشه برای کودک میگفتن که درس بخونین، درس بخونین، بیاموزین. و من هدفم همی آگاهی جامعه و سیاست کشور بوده. در جامعه شناسی خیلی سوالای سیاسی یا تاریخی جواب نیافتم، ولی خیلی آموختم در ساختار جامعه، کمک جامعه مدنی و کاربرد هنر، کاربرد تکنیک های کوگنیتیو ساینس یا کوگنیتیو بیهیویر در تغییر و تبدیل جامعه. و در این روند من ماینرز داشتم در مضمونای هنری مثل تئاتر و موسیقی و به این ترتیب من هنرهای نهفته خود پیدا کردم که تئاتر باشه و پسانتر در سیاست درس خواندم و کارهای هنری در تئاتر، سرودن شعر، چی میگن، ساختن تئاتر، یعنی به وجود آوردن یک تئاتر، اینا کار کردم. در خلاصه همین را میتونم بگویم و کار من آزاد است و بیشتر تمرکز و کار و پیکار من روی هویت پارسی است، تاریخ پارسی است و در این ترتیب من بیشتر اون فرهنگ پارسی که لباسش باشه، هویتش باشه، اونا را با وجود میارم و زنده می کنم و بهمون خیلی خرسند هستم. تشکر، زنده باشی شاهبانوی مهربان از معلوماتی که دادی درباره خود. چرا ما خواستم شاهبانو خود سعی معرفی کنه از سری که شاهبانو جان می خواهند شواهد سه شنبه یک پروگرام خاص داشته باشند که کتاب سقوی دویمه به خوانش بگیرن و معلومات خیلی گزنده درباره تاریخ کتابای تاریخی وطن ما خراسان به خوانش بگیرن و معلومات گزنده بتن. دیگه از خاطر من گفتم اینا خود یک ذره خوبتر معرفی کنم. دیگه یک از زاریا جان میشنویم. بعد از زاریا جان فایق جان اگه گفتنیایی داشته باشن، بعد از او دیگه وقت برنامه ما خاص به شاهبانوی مهربان ما است که قبل از این که بانو آریا صحبت بکنم، من پرسش دارم از این بانوی خیلی عزیز، این وقتی کجا بوده؟ این زبانش قدر جالب است و شما را گفتم که این الماسی است که هیچ ضرورت تراشیدم. رویا باید از چندین ماه خودت باید غرامت بپردازی به دلیل این که یک گنج خودت کدرهای پنهان کرده بودی، هیچ معرفی نمی کردی. واقعا من میگم کاش که بیشتر گپ بزنم، من لذت ببرم. چقدر پارسی زیبا صحبت میکنه، سوچ و خیلی سلیس و خیلی پاک. واقعا خیلی خیلی لذت بردم. آفرین شابانوی عزیز، چه نام زیبایی هم داری. آریا جان بفرما بانوی عزیز. درود دوباره خدمت تمام دوستای عزیز، دوستایی که تازه وارد بالا آمدن در لایف و من هم بسیار زیاد، یعنی از حرفایی که یعنی امشب شنیدم یاد گرفتم بسیار زیاد، یعنی به نظر من حق همه مردم، همه انسان هاست که باید مثلا توم نویسی کنن و باید رای بدهن و سر یک موضوعی که ما میخواییم مثلا همون موضوع را بیان کنیم. و واقعا اگر راست چه بگویم، مطال ایتو یک چیز هیچ اصلا معلومات نداشتم، نمیفهمیدم که ایتو یک چیز وجود داره و واقعا که دیگه سپرایز شدم. مگم بسیار خوب است واقعا، ایتو که باش آدم میتونه حق خود و حقوق خود بگیره، یعنی همه مردم یک حق داره و این بسیار خوب، یک چیز بسیار خوب است و بخیر، ما بخیر میتونیم انشالله. که دیگه گفتنی خواست ندارم فعلا. تشکر، زنده باشی آریا جان مهربان.
خیلی گپای خوب زدیم. شما راست میگین، غیری که ما به هدف خود میرسیم، این یک نوع سیستمی هم است که شما هم حتی به این سیستم میتونین به هر نوع کمک های تقاضا کنین و مردم کمک میکنن، پولی یا بدن. دیگه از پتیشن یک خیلی دنیای کلان بزرگی است. فایق جان شما گفتنی های داشته باشین درباره پتیشن، بعد این مضمون جمع خلاص میکنیم، بعد از او شابانو صحبت داشتیم. ببخشید من گفتنی دیگه هم دارم و ای که حالا که گپا را شنیدم، بسیار زیاد خوب است به کسایی که در لایو هستن و می خواهیم بگویم که یعنی چقدر خوب است که صفحات مجازی است و مثل ما که امروز تا یک چیز نمی فهمیدم، مثلا نمی فهمیدم تومار نویسی یعنی چی، انسان چی مفاید ازی به دست می تانه آورده، و بسیار خوب است مردم روشن فکر میشن، مثلا نگه در لایو یعنی بسیار خوب است که صفحات مجازی است و ای لایو است که ما می تانیم بیاییم صحبت داشته باشیم، ازی چیزا آگاه شویم. و اینم تو مثل من خیلی ها میلیون ها نفر است که نمیفهمه درباره تو یک چیز نمیفهمیدن، و بسیار خوب است ذهن آدم روشن میکنه و آدم خود میفهمه که چی کارا کرده میتونه. یعنی حال مثل زمان های سابق نیست، حال اینترنت است، مثلا میتونه آدم از طریق اینترنت حرف خود و تمام مردم دنیا بشنواند و بسیار خوب یک چیز است. تشکر، زنده باشی آریو جان. حالا میتونه استاد فایق گرامی صحبت های خود را داشته باشد. بله آریو گرامی، سپاس بانوی خیلی فرخته و خیلی نازنین و خیلی عزیز، همین که خودت با تمام مصروفیت هایی که در اون کشور زندگی میکنی داری میایی و یک شالوده شکنی و یک سنت شکنی و یک ساختار شکنی کرده، این قابل تبجیل و تکریم است برای من. بانواریا خیلی یک نقطه ظریف اشاره کردی، من میخوایم پیرامون این نقطه کمی که است صحبت بکنم. آلمانی ها زمانی که بعد جنگ جهانی دوم خواستن آلمان از زیر بمبه های وینستر چرچل که است دوباره سازی بکنن یا بازسازی بکنن و یا اینکه نو سازی بکنن، یک مجموعه از دانشمندهای آلمانی جمع شدن، گفتن که تمرکزشون بیشتر بالای دانشگاه های آلمان بود. دانشگاه آلمان من فکر میکنم خودتانم بیشتر میفهمی، فرانکفورت و برلین مثل آکسفورد کمبریج در بریتانیا است، اینا مکتب فرانکفورت منظورم هست که از اون مکتب شبیه پسا ساختارگیره ها هستن یا پست کانسترکتیویزم هستن و اندیشه های بسیار نوین و خیلی خیلی اقلایی و جانانه دارن. من عاشق مکتب فرانکفورت هستم، یعنی من وابسته به مکتب فرانکفورت هستم به معنای علمی تر و دقیق ترش. اینا گفتن ما آلمان وقتی که دانشگاه ما جور میکنیم، دانشگاه برای فارغ تحصیلی دانش آموزا نیست، برای ساختن آلمان نوین است. و این طرز نگرش بسیار بسیار جذابیت برای من داره و بسیار جالبم هست که دانشگاه برای فقط دانشجوها نبوده، برای ساختن آلمان نوین بوده. وقتی که ما میایم در مورد ایالات متحده خراسان حکومت دموکراتی در تبعید صحبت میکنیم، این فقط یک نگرش میانتوهی یا خیلی سطحی نیست، این خیلی ژرفای عمیق در خودش و در تاریخ داره و کارهایی که در این مورد انجام شده در طول 2 سال من فکر میکنم که در منطقه بی‌نظیر بوده. و برنامه های استراتژیک و راهبردی که ما برای نسل خود ترسیم کردیم و تدوین کردیم و به گفته انگلیس ها تکستوالایز کردیم، اون در منطقه مطلقا بی نظیر است. چون قبل از این که ما ایالات متحده خراسان که است بسازیم، ما چیز را به نام مغزای ابداگر ساختیم، ماستر مایند. در اونجا ما خیلی چیزها رو یاد گرفتیم، 3 سال ماسترمایند پیش بردیم ولی او لاغستانی آمدن اون سقوط کرد دیگه. پس به این معناس آریای گرامی، از منظرگاه زمانیت و مکانیت ما در بهترین شرایط کنون زندگی میکنیم، خصوصا با این ایستگاه ارتباطی که ما ایجاد کردیم، با این دولت نوین پسا ساختارگرانه که ما ایجاد کردیم، اصلا در منطقه بی‌نظیر است. من برای شما تعهد می‌سپارم.
به دلیل این که وقتی که نظام سیاسی ایالات متحده خراسان شما که هست بررسی بکنین، نظام فدرال مردم سالاری مستقیم است. با وجود که من سوئیس رفتم، دو مقاله علمی پیرامون این مسئله نوشته کردم، ولی نظام سوئیس نظام دموکراسی غیر مستقیم است. این بسیار یک نقطه ژرف است. کسایی که علوم سیاسی خواندن و روابط بین دول میفهمن، از ما مستقیم است، از مردم با مردم. و امروز هم که ما آمدیم دامن خود را تاله کردیم، در مورد چیزایی که نباید صحبت بکنیم صحبت میکنیم. به این معناست که ما شفافیت داریم، به این معناست ما تخصصگرا و چیره دست هستیم، به این معناست که ما پاسخگو هستیم، دولت پاسخگو هست، از مردم با مردم. این مسئله نظام ساختارش است. در کجای تاریخ خراسان منطقه شما آمدین یک نظام غیر جانبدارانه و بسازین و دیدشان ژرفای یا چشماندازی این ارقام باشه، اقتصاد باشه و عدم مداخله دولت ها، نه دیگران نه ما. سوئیس بخوانن که از قرن 12 تا 18 بسیار بها پرداختن و خیلی خیلی دشواری های را کس رو برشت. ما هم این گونه است. ما دید ما دید اکسپنشنیزم نیست، گسترشگیرهای مطلق نیست و مداخله هم با کشورهای ما نیست. این یک بحث، این بسیار بحث عمیق است. حتی کسایی که ادبیات خوندن میتونن پیرامون کتاب نوشته بکنن. بحث میاثر نظام اقتصادی که برای ما همیشه مهم بوده. باید داشته باشن ما و شما خدا و رسول و پیغمبر مسجد ملا امام شیخ آخاند روحانیت بیشتر ابزارگونه استفاده کردیم، ولی هیچ کس نامد مسائل اقتصادی را مطرح نساخت که از نگاه اقتصادی ما چه مشکل داریم. تمام مشکلات جهان مبنی بر اقتصاد است. 90% طلاق، جدایی ما بین زن و شوهر اقتصاد است. کرایمی که یا جرایمی که در بریتانیا هست 85 جمع که از مسئله اقتصاد، مهاجرت هایی که در دنیا صورت گرفته اقتصاد هست. همه چیزی که ما و شما که از بسیاری ما صادقانه به خاطر طالب هم نامدیم، به خاطر اقتصاد آمدیم. مثلا من 23 سال پیش یا شما مثلا نامدین به خاطر اقتصاد بوده. پدرای ما به خاطر آب و هوای بریتانیا نامده، به خاطر اقتصاد آمده. و اقتصاد همیشه گپ نخست از داده، ولی ما همیشه از اون که هست عبور کرده، بسیار به شکل کوبایی و بسیار به شکل مالی خولی و بسیار به شکل مثلا هوچی گرانش که هست عبور کرده. این گفته خدا که دهن داد روزی قاین، نگرش مریض و پیش مدرن و بسیار مزخرف است. پس به این معناست که ما اولین کار را بیاری از دان سترک داخل خراسان شدیم. شما باور بکنین قصر ریاست جمهوری نمیریم. تعهد ما با تیم ما امین است که به طرف معادن که فعلا دست استخراج میشه به شکل اگلیتریان یا منفعت سودمندگرانه، عدم سودمندگرانه، 90% 10%، ما اونجا میریم و مشغول کار معادن و استخراج میشیم. و و و و و و برای ما به گفته زیگ زیگلر، اگر برای ما بگوین که اکسیژن و اقتصاد، ما میگم اقتصاد، چون اقتصاد میتونه اکسیژن بخره ولی اکسیژن نمیتونه اقتصاد بخره. این دو مسئله آموزش ایالات متحده خراسان، حکومت دموکرات در تبعید، ما الگوبرداری است از ژاپن کردیم. شما باور بکنین یک نیم عمر ما در اینمی مسئله آموزش ژاپن بود. هم من دانشگاه در دانشگاه لیبیا که دانشجو بودم، میفتیم ژاپنی ها چرا تقلا کردن، چی باعث شده. من خیلی آدم پرسشگر، کنشگر، آدم خیلی حس کنجکاوی عمیق دارم. پس من به این نتیجه رسیدم، من قرار به ژاپن هم برم قبل از این کووید، این گپا. ولی من دریافتم که تمام بودجه دولت یا یک مقدار بسیار بودجه دولت بالای آموزش اطفال میشود. پس من اونجا فهمیدم که او وقتی که شما خشت که هست، خشت امی تمدن که هست راست بگذارین و باستولیدتان که هست بسیار جانانه میه. و اگر خشت که هست کچ میگذارین، حال مثلا از ما شما که هست، من نفهم کتابایی هست که بالای ما خوانده، من کلش حفظ دارم، کتابای ابوالمنتهی، من نفهم کنز، من نفهم نور ظلم، فقه اکبر، اینا رو من حفظ دارم، تالی هم حفظ دارم، پنج گنج، مثلا حافظ، اینا را بیشترین اشعارش من حفظ و شما هم حفظ دارین. ببینین نگرش ما یک نگرشی است که هزار کسبه بیروزی شده،
نه از شا شدم و نه از چا شدم. ایرانی ها، ژاپنی ها آموزشان سبگیرانه هست، یعنی قصدمند و هدفمند است، میدانند که کجا هستند، کجا میروند. ایره ما معرفی کردیم در نظام ما. بعضی آمدن گفتن او ولی فائق هست، خیال پردازی میکنن. انسان هایی که خیال پرداز نیستن، من برایشان توصیه میکنم که برن پزشک روانشناس ببینن. خیال پردازی به طرف حقیقت گرایی میرود. 30 سال پیش که استیو جابز خیال پردازی کرد که من زمان یک اسکای هوشمند میسازم که مردم تکمه هایش بلیسند، و اکنون همین گونه است. وقتی تلفن شما را یک خطک میشه، میبینی او را میلیسی و میگه والا خراب شده، پاکش میکنی. و همین گونه دنیا، همین گونه مبنی بر خیالات بوده. و همین گونه که ایلان ماسک فعلا خیال میکنه که مارس تسخیر بکنه، تمام برنامه‌اش که از خیال پردازانه است. انگلیس ها میگه reality is based on perception، حقیقت مبنی بر خیال پردازی که از جور شده. من گفتم نه، این خیال پردازی نیست. مثلا ما رفتیم تیم ما ایره درس خواندیم که مثلا تویتا، پدرم همیشه میگفت تویتا. من گفتیم تویتا چی است؟ سوزوکی. اتفاقا پدرم پرزفروش بود، خدا ببخشش. و بسیار سامانالات جا به جان هم که هستن، رشتهش اسمی خانید جاپانی را کل دنیا خوش داره. هم سبکس هم موترش شما سوار میشن سوزوکی هست. امام ادویه جاپانی میگن او مید این جاپان، کل میفت او مید این جاپان. حتی مادرم میگه مید این جاپان. خب مادر ما که از تمام چیزها استفاده میکرد، باز نظام آموزش نمیتوانیم که از تطبیق بکنیم. شما کوکاکولای امریکایی را میخورین، مثلا لپتاپش استفاده میکنین، آیفونش استفاده میکنین، و تمام چینلش استفاده میکنین، ورزشایش استفاده میکنین، لباسایش و تمام نگرش امریکانایزیشن یا امریکا گیرایی را که از شما تطبیق میکنین، ولی میگه اول امریکا نظامش نمیشه. سوئیس هم همین گونه است. دیگه به هر رو نظام آموزشی را ما برگزیدیم از ژاپن. من این گونه فکر میکنم، دیروز هم گفتم یک نعمت الهی است که ایالات متحده خراسان فقط یک دولت نیست، فقط یک دانشگاه نیست، فقط یک باشگاه آموزشی نیست، ولی یک نعمت الهی است. من نیل باور کامل دارم، چون میلیون ها میلیون قطرات عرق در این ریخته در طول 29 سال بزرگهایی که با ما کار کردن، در این طول 2 سال بهترین ها با ما کار کردن، و فعلا هم تیم ما بهترین ها است. من با انگلیس ها هم کار کردم، با تیم بسیار کلان با انگلیس ها من دارم. باور بکنین که تیم ما داریم، تیم ما احساس و انگیزه داره. تیم انگلیس ها مبنی بر ارقام کار میکنن، پول دادی کار میکنن، پول ندادی کار نمیکنن. کدام بانو فعلا پول گرفته؟ هرگز وجود نداره. بانو بلقیس، بانو فروغ، بانو آریا، بانوهایی که با ما زیرزمینی کار میکنن، مطلقا بچه‌هایی که هستن برعکس که از درفشار خودشان رفتن، بیچاره که از رفتن مصرف کردن. این عشق است. خراسان یعنی عشق. وقتی که زمانی که مبارزه به عشق تبدیل میشوه، مبارزه که از سرمدی میشوه، هیچ ما دیگه خسته نمیشوه. 15 سال پیش مرا بینیم تو یک آدم استم، 20 سال بعدم بینیم تو جوان میمان. چرا؟ به خاطر یک پندکی در پشت من نیست حمل بکنم، مثل کار. میفهمید؟ عشق من حمل میکنم. این عشق انرژی تولید میکنه، و انرژی که از کلیشه که عشق انرژی، و میتوانیم که از کار بزرگی انجام. به هر رو بانو آریا، ما میخواستم این نقطه را بگویم که ما خیلی چیزها را در این دانشگاه یاد میگیریم. نه تنها مثل رای دی و رای گیری را، نه مثل مثلا تومار نویسی را، نه مثل نقد پرسشگری و چالشگری را یاد میگیریم. این یک نعمت است، واقعا یک نعمت است، و ما باید از شکر بکشیم، بیشتر و فروتنتر شویم، خاکسارتر شویم، گمنامتر شویم و شرمنده‌تر شویم، به گفته جیمز کولینز. همین گفای ما بود. استاد فارق مهربان، خیلی گپای خوب. دیگه من ایفام چی گپ از لایف ما راپورت میزنن، خیلی جالب است. کسا پایین میفتن به سختی بالا میارم. دیگه کم کمک کنین، ما هم نوستم در لایف رفتن، شما میفهمین. دیگه همه کمکی که شما بکنین مزورت دارم. دیگه هم لایک بزنین پلیز، خواهش میکنم. دوستای مهربان، شنوانده مهربان پایین، که امی بانو شابانوی میربان پایین نفته، اما قبول کنین که امینجا باشه که بعد از اینا هم پروگرام پیش میبرن. بفرمایید شابانوی میربان، مایک به شما است. اگه دیگه دوستا چیز گفتنی ندارن،
ما فکر کنم اونجارم نازنین هم گپ نزده، اگر شما میخواین گپ بزنین اگه اجازه باشه بخونم. بانوی رویا عرض سلام خدمت خودت، بانوی فرخته، بانوی که واقعا افتخار همه خراسانی ها هستن، حضور دارن امروز برنامه گرفتن و صدپایی بزرگوار دروازی صاحب اونجار عزیز، گران خراسان عزیز و دوستایی که در پایین لایف هستن. همینجا یک دوست ما من شناخت دارم به نام عادل خراسانی، من نفهم شاید کمی حرفات طولانی شد پایین رفت، مگر میشد در زمان فرصت داده میشد چون یکی از تاجیکای او طرف سره هستن، خیلی تاثیرگذار است. من شناخت خیلی قبلی هم روش دارم شاید بیشتر از یک سال. در زمان اگر عادل بایی اگر آب هست و واپس آجا هم انشاءالله آپ کا تائم لے لیں گے، آپ بات کر لے جو او ایک ذرا او فارسی درست نامی فرما شاید با زبان پشتوی پاکستانی شاید سکان بگویا یا مثلا با زبان انگلیسی یا اردو. متاسفم رفتن رئیس خراسانی رفتن نیستن بلک آقا رفتن ایچ دقیق خیر اگر بنیست انشاءالله چون شاید بر بگرده. فقط ما کم مصرفم بودم ولی بهر رو فقط خواستم یک عرض سلام خدمت شما داشته باشم و واقعا افتخار کنم بالای واقعا یک تیم قدرتمند که امروز نه تنها صدای عدالت خواهی را بلند کردن و شانه به شانه با برادران خراسانیش کار میکنن، زحمت میکشن، حداقل هر به عدالتی را که شما اگر بخواین که به اصطلاح مهار بسازین باید در پلیسی که صدا بلند کنین، باید دست به کارم شوین. شما ما بعض اوقات داکومنتری های بعض مبارزین میبینم که نا احساس کردن که به عدالتی صورت گرفته یا به عدالتی است در نظام چان، وقت اینا دیدن اینا دست به کار شدن، زحمت کشیدن با وجودی که سرنوشتشان به پردگاه مرگ رسید ولی استادگی نکردن. واقعا امروز تاریخ دوبارهشان قضاوت میکنه که اونا کی بودن، نامشان همیشه جاویدانه ماند. ما هم اونا را لوگو قرار داده به صفت یک آزاده حداقل میتونیم که اینمی روش داشته باشه، حداقل این نداره که مثلا بگیم مرد هستیم یا خانم هستیم یا بانو هستیم. امروز همه ما شما به کمک اینمی سیبای گنده گفتی استاد فایق یا اینمی مخربینی که به خاطر درآمدهای خودشان اینا کار نکردن، امروز همه ما را هویت ما را سرزمین ما را تمام داشته های ارزش های انسانی ما را زیر سوال بردن. امروز حداقل یک تیم قدرتمند استار شده، حداقل علی اینمی بی‌عدالتی امروز صدا بلند میکنه و بسیار قدرتمندانه کار میکنن، زحمت میکشن. خب آغاز هر آغاز شاید خیلی دشواری های خود داشته در طول تاریخ. شما هر مبارزی که سر بلند کرده خیلی مشقت ها ریدن، حتی اینا با 5 سال 10 سال زندانی شدن ولی از کار خود از روش خود هیچ وقت پشیمان نشدن، چون اهداف آزادی رو اینا چشیدن، درک کردن، حتی به مرگشان هم اگر تمام شده. ما واقعا با وجود همه ما شما زندگی شخصی داریم، مصروفیت های زندگی داریم، ولی امروز اگر آمدیم امروز در یک چتر بسیار بزرگ ایالات متحده خراسان، یک نام مقدس، یک روش های انسانی و روش های اسلامی امروز آمدیم، مثلا ما صدا بلند میکنیم، این که چی مردم درباره ما چی فکر میکنن این بر ما مهم نیست، این که ما اهداف ما چقدر بزرگ است مهم است، این که ما خواسته های ما چی است این بسیار مهم است. که من یقین دارم که انشالله کار ما روش ما غیر انسانی نیست. امروز اگر ما بعض اوقات اگر تن میریم یا مثلا بعض واژه هایی که مثلا یک تعداد انتقاد میگه، خب حق ماست، ما به میلیون ها انسان در این را داریم به خاطر یک آزادی مطلق در کشور که تا حال ما منتظرش هستیم که تا حال او یک فرهنگ نشده. همیشه چرا یک قوم همیشه حرف اول بزنه؟ یک قوم چرا همیشه در رهبریت باشه؟ یک قوم چرا همیشه بخواه که بر دیگران تعمیل کنه؟ آن چیزایی که بر خودشان برمیگرده چرا باید بر دیگران تعمیل کنه؟ این همش بی‌عدالتی است، این همش جفاست در حق ارزش‌های انسانی انسان، که حق هر انسان از آزادی، که متاسفانه در طول تاریخ ما وقتی گذشته ها رو میبینیم
بی‌عدالتی‌ها همیشه وجود داشته، چون یک قوم جاهل تمدن‌گریز در رأس بوده و چهار دانه اشخاصی که واقعا هویت فروش بودن، مایه بودن، به خاطر ارزش، به خاطر منافع درآمدهای خودشان، زندگی های اشرافی خودشان، همیشه همه چیز به گند کشیدن، که امروز حداقل وقتش است بر ما، بر تیم ما این مهم نیست که کی است، از کدام تبار است. هر انسانی که از هر آدرسی که باشه بی‌عدالتی را بخواهد ترویج بده و دوباره به اونمو بی‌عدالتی ها دوباره ادامه بده، ما و تیم ما قدرتمندانه علیش استاد میشیم. هیچ بر ما مهم هم نیست که شما با ما چی میگین چی نمیگین، ولی برای ما کار ما همه قدرت ما بالای سیستم ما است، سیستم بسیار منظم داریم. من واقعا خوشحال هستم در کنار یک تیم بسیار قدرتمند هستم، یک تیمی که واقعا حرف دل هر خراسانی رو میزنه، هر دردمندی که امروز دردمند است امروز نیاز به یک صدای داره که نفرین کنیم بر اون کسایی که واقعا به خاطر بی‌عدالتی تی صدا بلند کردن و امروز استاد هستن. برو عادل جانم همیجا آمده. عادل لوره سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام برو خیلی جوره. شکر ده کستاس و اجازه و ایزا دلتا دو خبر انگلش که وکم ده که زا سیده وکم. سلام علیکم to all of you guys. Someone know me, my name is Tajik and I belong from Swat, Pakistan, and I feel proud to be a Tajik, and Alhamdulillah I born in Tajik nations. I feel proud that, and I feel proud also that I'm a Khorasani. I really forget everything, what is our history, who I am, but thank you guys, to especially thanks to Khorasani people who I join and I watch and the TikTok live. Now I remember who I am, what is my history. I really feel proud. My father, my grandfather, we are Khorasani, and sometime I talk with my father. Now he say, yes, you are right, we are Khorasani, but I can't speak Persian language. I understand everything, but I can't speak because I born in Swat and we speak their Pashto. We talking Pashto each other in home and college, schools, with friends. So that's why now when I follow the our Khorasani brothers, now I understand who I am and what is my history. So thank you guys, inshallah I will come and I will join you. But I just asking the one thing of you, Rais Khorasani brother, where is Shabana Meher? Yaar, I didn't see to hear us from long time. Yeah, unfortunately, be honest with you, Shabana was with us for a long time. I don't know exact what the reason was. She was not continued to be participate with us. Maybe when you see her in another life, she can have, you can ask her like what was the point, like what she was leave us alone. And we was the same page, you know, we Khorasani, and we have to stay fight for against this one tourism to get this back our story, you know. But you can ask him in another life. I don't know the exact reason why she's not with us anymore. Yeah, I didn't see to her as from long time, but I hope she will be good, whatever she is living. But inshallah, soon I will see to her again. And now I have to go down because the time is sleeping. So thank you guys and love you all Tajiks, whatever we are living, and that's not a big matter. Tajik living in Pakistan, Tajikistan, Afghanistan, whatever we are living, we are brothers. We have one nation, we have one home, that's mean as Khorasan. Thank you guys and good night. Okay, Adil John, I have one more thing for you. Do you know Saad Ali Faik, yeah? That yeah. Which was just a speech like just a few minutes ago before you came. You have another page in English. If you find out, it's another TikTok, which is all the time you speak in English, which is maybe easy for you. But I understand. I know you know speak Persian. I mean, you can speak Persian, but you understand the Persian, yeah? Farsi? Yeah.
Yeah, but if you follow him, maybe it's gonna helpful, and you can know about more about us. What's the target of us? What we want to do, you know, and what's the purpose we together, and you know, we have a little different concept about Prasan. Muqamat was a little bit different concept. I know you was full Muqamati before, but I found that. Yeah. Inshallah, Rais Khurasani brother, you will share with me. That's I will. Inshallah, I've shared with you. But definitely, yes. I appreciate that you talk very nice and you participate with us. Thank you. Inshallah. Love you guys. Have a take care to all of you guys. Good night. No problem. تشکر، زنده باشین. چقدر جالب بود این دوست میرابان ما از فکر کنم پاکستان. زنده باشین با گپا و صحبت های خوبتان. دیگه نیفهم کسی دیگه اگه چیز گفتنی داره بفرمایه مایک واس کنه گپ بزنه که بعد از او به دیگه جزء پروگرام بریم. صدای من دارین دوستا؟ لایک بزنیم که رویای گرامی بانو رویای گرامی در برنامه بعدی ببین که کی اول آمده کی دوم آمده. اگر برای کسی انتخاب بتی مثلا بگویی که when you will visit me don't give them option, give them choice. اگر بگویی کی صحبت میکنه هیچ کس صحبت نمیکنه. اگر بگویی که مزمبل نوبت شما صحبت بکنین با صحبت میکنه این ده هیچ کس صحبت نمیکنه. من برای بیخی تعهد میسپارم. بگو که رئیس خراسانی شماستین، بعد از او مزنبل است، باز او مجبور میشه صحبت بکنه. حالا مزنبل است، مزنبل بفرمایید. مزنبل نیست دیگه، فکر میکنم گویا را برای شبانو بتین صحبت بکنه. شبانو اگر شما تیار هستین بفرمایین، بعد از این جزء پروگرام پیش میریم. درباره درود مجدد بانو رویای گرامی، دوستایی که تازه با ما پیوستن، سلام و درود بر تک تکتون، ممنونتان. بله، کتاب سقوی دوم کتاب خیلی چالش برانگیز و ناخوشایندی است که درباره ما پارسیان شرقی نوشته شده توسط افغانا. حالا برای دلخوشی خودم من میخوایم بدانم که از این حضاری که اینجا هستن کدام کدامش این خواندن، آیا شما خواندین یا مقطعش خواندین یا در مقاله خواندین و برداشت شما از این کتاب چی است؟ ما فکر کنم دوستا خودشان خیلی جواب دروازی صاحب سقوی دوم خواندن؟ من این فهم صفحه که کنم اما تو رپورت زده رویستم. خب دروازی هم نیست، دوستایی که نیستن پایان برون. بانه فرق نداره شابانو، من فکر کنم که این سوال هم میمانیم به پسان. نه سوال جالب است، یک لحظه صبر بکنم. نه خودت اگه میتونی جواب بیدی دیگه آخ جواب مشکل نیست. من میخواییم بفهم کسایی که هم تو پایان رفتن، مزنبل هم نیست. مزنبل عزیز شما اگر نیستین خیلی مزنبل هم پایان بیارین، نیستن. گراند خراسان عزیز شما خواندین؟ نخیر استاد، نخوندید. عالی. خب دیگه کی نخونده؟ دروازی عزیزم خیلی پایان بیار چون نیستن دیگه وقت. دروازی عزیز شما خوندین؟ نخوندین؟ خب نوشتم برای شما، گفتم نه نخوندم، نوشتم اینجا در کامنت. عجب عجب عجب، خیلی متاسف هستم برای کل ما. ببخشین شابانو، دوستای ما نخوندین. من بلغیدمش، من کلش خرد کردم. برای تقریبا در حدود من از زمانی که مبارزه را آغاز کردم، چون سقوی دوم در زمان احمد شاه مسعود رحمت الله علیه نوشته شده توسط سمسور اوغان، من فکر میکنم با قایدر سقوی دوم چیزی را که من تبلیغ کردم
در زندگیم بیشتر از این تبلیغ نکردیم. یعنی من سقوی دوم با سقوی دوم کلان شدیم و سقوی دوم اتفاقا ما ثبت هم کردیم در خراسان انترنشنال هست. بانو فروغ عزیز اون را به کتاب تبدیل کرده و دوستایم که میخوان بفهمن پیرامون این مسئله. البته سقوی دوم سه نام دیگه هم داره، یکی به نام قرآن پشاتین است و همچنان که از مانیفست افغان ملت است و سقوی دوم است. و کتابی هم که در نقد این سقوی دوم نوشته شده به نام منگلی، یغمای منگلی دوم، ولی اون کتاب خیلی جالب نیست، در اون زمان جالب بود. دیگه بسیار یک شاهکار بزرگ کرده شابانو و من فکر میکنم کار بسیار بزرگی است و خیلی خیلی قابل پسند. و برای مردم که سقوی دوم بگوین، من فکر میکنم دیگه نیاز نیست که از شما برایشان صلاح بخرین. یک نقطه دیگه، کتاب سقوی دوم وقتی که سقوی اول ما داریم، سقوی اول منظورشان کس از بلای کلکانی است، سقوی دوم از احمد شاه مسعود و استاد ربانی است. و در مورد سقوی دوم که وقتی چاپ شد و یک نسخه شب احمد شاه مسعود رحمت الله علیه آوردن، گفتن این کتاب پیرامون شما نوشته کردن. کتاب خرد است، حجمش بسیار خرد است، کتاب چواری است. ولی احمد شاه مسعود وقتی که خوند گفتی را تکثیر بکنین، این کتاب را تکثیر بکنین، باز تولید بکنین و مردم آگاه شوه، نگفتی را گم بکنین از بین ببرین. اون کتابم که است بعد از زوال پشتونا یک مقاله است، من فکر میکنم دوستا او را بخوانن. زوال پشتونا در سال 1994 نوشته شده توسط افغان ملت و در رأسش که است امی آدم عبدالحی رئیس افغان ملت که است، رئیس مالیه که بود، و اون نوشته کرده. من فکر میکنم با سال 2007 من امرای دکتر صاحب زیوری که اسیر ترجمه کرده. دیگه به هر رو از شما میشنم شادخت عزیز، بیشتر معلومات به تماره ما خواهش میکنم. زنده باشین، سپاسگزار هستم از توضیحات تا نمایان میشه که شما خواندین و آگاه هستین. من شخص خودم همچنان نمیدانستم درباره این کتاب و آگاهیم کم بود، ولی جستجویم خیلی زیاد بود و خیلی از راهی مبارزه را که میرفتم بر سمت قلدری پشتونیزم یا افغانیزم میرسید و همین عنصر در خیلی جستجوها افغانیزم میبرامد که خب باعث خیلی از پسرفت و نابودی پارسیوانان شده. کتاب سقوی دوم فکر کنم از زبان مبارزین من 2013-14 یا 15 باشه که شنیدم، ولی خوب خانش این کتابم چندان آسان نیست چون اساساً این به زبان پشتو نوشته شده که اینا میخواستن خب میان خودشان باشه و زبان افغانی است. و در آغاز برنامه یکی گفت خب پدرای ما آگاهی میدادن. من فکر میکنم خب کسایی که این کتاب ترجمه کردین کاری خیلی خوبی انجام دادین و ما میتونیم اونا رو مثل پدر خود یا اجداد خود یا کاکا مامای خود ازشان سپاسگزاری کنیم که این کار انجام دادن. اگر در پشتو می بود اصلا من نمیتونستم بخونم یا دیگه فارسیوان دیگه نمیتونست بخونم. خب سقوی دوم درست گفتین شما، چند نام دیگه هم داره: قرآن پشاتین، قرآن افاغنه، کتاب افغان زلتی ها همچنان نامیده میشه. این کتاب در سال 1377 به وجود آمده که به سال میلادی میشه 1998، که بعد از به قدرت آمدن استاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود بود. سقوی دوم اینا چرا گفتن؟ شما بسیار درست فرمودین که منظورشان سقوی اول بوده. سقوی اول یعنی امیر حبیب الله کلکانی که اون به شیوه خودش پوز افغانیزم و افغان ملتی را به خاک مالید و پادشاهی امان الله خان
نیست و نابود کرد و مبارزه کرد، هرچند که دیر در قدرت نبود. یعنی در کل اگر ما زمامداری امیر حبیب الله کلکانی را در نظر بگیریم، کمتر از یک سال بود، تقریبا 9-10 ماه این بیچاره در قدرت بودن. که خب اگر شما تاریخ بدانین، حتما در برنامه ها شنیدین که با چی شیوه وحشتناک این افغان ملتی ها یا پشتونستا یا خوب شاهان افغان که یکیشون نادر بود، نادر غدار، و چه شیوه جلادی و آدمکشی اینا این پارسیان شمالی والا قتل عام کردن، با وجودی که در قرآن مهر کرده بودن که این کار انجام نمیدن. ما تا جایی که از خویشاوندای خود شنیدیم، نادر شاه هیچکی نگفته، همه گفته نادر غدار. اینا یک چیزی است که خب اجداد ما یا کسایی که پیش از ما بودین این رسالت ها بر ما رساندین، هرچند در شیوه مردمیش. از این لحاظ ما هیچ نمیتونیم که ما مون شاه نادر شاه بگوییم یا امان الله خان، همون نادر غدار خیلی درست میایه برشان. گفتم که در سال 1998، یعنی خیلی دیر نمیشه از نوشته این کتاب، و این کتاب آخرین یا اولین کتاب پشتونیز نیست، ولی کتابی است که خیلی خیلی بازچاپ و چاپ شده و میان پشتونا مروج بوده. در این پیش از اینکه من پیش برم، باید یادآور شم که در این کتاب نه تنها اینا از امیر حبیب الله کلکانی صحبت میکنن و استاد برهان الدین ربانی، در میان اینها دل فاشیسم افغانیسم همچنان خیلی پر است درباره ببرک کارمل، که او یک سوشالیست کمونیست بود و در قدرت بود، حتی اونم بر شیوه خیلی بد کنار کشیدن از قدرت. سو میبینیم که اینا هدفشان همه پارسیوانان است، هدفشان هر کی که قدرت از افغانیسم جرأت کنه بگیره و افغانیسم به چالش بکشه، و از لحاظ اینا و دیدگاه اینها دشمن هستن. خب این سه چیزا را یادآور شدم سالشون، و که این نسخهش در پشاور چاپ شده، و جالب است که در آلمان هم چاپ شده. یعنی این کسایی که در این کتاب کار کردین تنها محدود به افغانستان جعلی نبودین، کسایی بودین که در خارج هم قدرت و دسترسی داشتین. باید این نقطه را ما بدانیم که یک کم خود ما از اینا الهام بگیریم. من خیلی بارا نقد مشنوم درباره مردم خود ما یا جبهه مقاومت یا دیگر گروه ها، و خوب من میگم یا افغانیسم در خودش، افغانا یا پشتونا، چیزی که من توصیه میکنم یک کم بیاموزیم، ما میتونیم از اینا حتی بیاموزیم. خوب این کتاب حاصل کارهای دستجمعی است، حاصل کارهای دستجمعی گروه، یک گروهی اینا پیش رفتین، گروهی از پشتونست ها یا افغانست های تندرو، مانند اگر شما بشناسین این نام ها را مشناسین، اگر 10-15 سال مبارزه کرده باشین حتما این نام ها را مشناسین، مانند اسماعیلیون، انزورگل سرخلقی، انورالحق احدی، حسن کاکر، عثمان رستا ترکی، سلیمان لایق و چند افراد دیگر از فاشیست های دکترادار افغانی. خوب تا اینجا من یک دم میگیرم، اگر شما پرسشی دارین میشنم. تشکر، زنده باشی شابانوی مهربان. بفرمایید اگر یک چیز ما یک چیز یک ببخشید، بسیار عالی فرمودن. دقیق ما واقعا کتابش به دستم نیست، چون ولی بعض اوقات بعض نوارش بعض از اینترنت پیدا کردیم، اینا قسم بیان کردن اینطور مثل یک سناریوی فیلم که یک آدم خود در مظلومیت قرار میده، دیگرها را بلیم میکنه، یا تمام اینطور یک چیز جور کردن. نه، اون زوال پشتوناست، اون جا بده، اون زوال پشتوناست، مظلومیت
احدی مطرح می سازه و در یکی دنیویر تایمز به چاپ می رسه. او مظلومیت میگه که میگه تمام تبارای همسایه مثلا میگه تاجکا تاجکستان دارن، اوزبکا اوزبکستان داره، یگانه کشوری که ما نداریم ما افغانا هستیم. و به این دلیل که هست این میگه جنگ سالارای مثل احمد شاه مسعود و ربانی آدم های افراطی هستن، اخوان مسلمین هستن و اینا بسیار خطر است برای دموکراسی و برای حقوق بشر و برای جامعه نوین و دمی را میگه جهان باید بگیره. اینا آدم های افراطی هستن و بسیار بسیار مظلومانه اون مقاله را نوشته میکنه. و بعد از او لابیگرای افغان ملت و سفیرایی که از خلقی ها و پرچمی ها بوده باز اون را گسترش پیدا میکنه، میره برند میره و رند امریکا میره، اونجا از طریق جلالی میره و بعد از او از طریق خلیلزاد که از زوال پشتون ها دکلاین آف پشتون میره و حتی در اینجا چتم هاوز دبلای دبلیس اینجا میره روسی داخل میشه و پیرامون که از بحث آغاز میشه و اینا میگن ما دموکرات هستیم، ببینیم مثلا ما مردم های هستیم که آزادی خواه هستیم، نکتایی میپوشیم، این میکنیم اون میکنیم. و اون بسیار بسیار خطرناکترین مقاله من فکر میکنم که در یک سده پسین است و بسیار بسیار که از تأثیر بخش هم بود. و بعد از او و این هم که از الهام پیشترم مگفتم احدی حتی متهم است که سلیمان لایق و احدی مجموعه سمسور افغان همین سقوی را نوشته کده میگن همینا هستن. من شک ندارم در سلیمان لایق و همچنان که از روستا ترکی و خود این آدم احدی. مظلوم نمایی جاوید عزیز برمیگرده به زوال پشتونا نه بر خود سقوی دوم. سقوی دوم البته یک مانیفست هست، یک منشور هست، یک تیوری هست برای تطبیق. تمام چیزهایی را که اونا گفتین فعلا تطبیق شده. من برای تان نمونه بتم. در سقوی دومی های پیرامون شخصیت احمد شاه مسعود میگه چند زن داره، یک زنش روس است. میبینین که از اینا میگن فلان بچه روسی است. و همچنان که از میگه حلقه را ما باید از در حلقه را ایجاد بکنیم برای روسها، همیشه ما داخله کردن و این حلقه را که از طالب ها ایجاد کردن افغان ها. و همچنان که از میگه که مردم پنشیر باید به شکل فیزیکی قنده ها را هلمند بره و قنداری ها هلمند اینجا بیان. برای چی؟ برای کسرت گرایی و برای همفرهنگی و برای مزج تمدن ها و فرهنگ ها. و شما ببینین این نگرش خصمانه و دتمنشانه و فاشستی را. و هکنون این موی با موی که است توسط اولاغستانی ها تطبیق می شود. وقتی که ما میگیم مانیفست افغان ملت، دقیقا که است این کتاب مانیفست افغان ملت است. ما و شما مثلا منشور ندارم، قانون اساسی داریم. دقیقا که است این پیشترم با شابانوی عزیز گفت که این چی است، قرآن پشاتین یا قرآن افاق نه هست. این بسیار خطرناک جاوید عزیز. این بحث شابانو من امیدوار هستم که به یاری پروردگار پیش ببرم. برنامه روز سه‌شنبه بسیار بسیار جانانه هستین بخوانم. من فکر میکنم دیگر برنامه هم در کلاب هاوس داشته، کلاب هاوس هم ما را ببره اونجا مجموعاً باید بریم اشتراک بکنیم. و همچنان که در ما اسپیس تویتر هم که این بحث باید ببره که اونجا همه ما که از اشتراک بکنیم. و همه ما شما باور بکنین برای آگاهی شما نیاز ندارین که از پول مصرف بکنین، برای مسئله سازی از منظرگاه اندیشه شما نیاز ندارین هیچ چیزی به مردم بگوین جز این کتاب برایشان بازخوانی بکنین. تمام این کتاب که من زمان خواندم واقعا پی بردم فاشیسم یعنی چی، چون من که از رشته روابط بین دول است من بیشتر در مورد فاشیسم خیلی خیلی معلومات دانشگاهی دارم. من قرار بود آلمان برم، آلمان هم رفتم ولی بس سبب دیگر چیز که اون داشای انسان سازی هیتلر و نازی ها را که اسم میخواستم از نزدیک ببینم. من مقاله علمی پیرام این مساله دارم، رواندا جنساید که در رواندا رخ داده برای من خیلی مهم است این پدیده ها. ولی هیچ چیز مهمتر از سقوی دوم نیست. و همچنان من امیدوار هستم که بالای زوال پشتون ها که 7 صفحه است به زبان انگلیسی است، در دکلاین آف پشتون 6 صفحه است، او را بخوانن دوستا. و فارسیش هم فقط برین رشته کن زوال پشتون ها برایتان می آید. در 1994 احدی نوشته کرده. اونا را که وقتی که ما خواندیم
پس درک میکنیم که افغان ملت چه رقم نگرش بسیار خصمانه و خیلی خیلی تبارگرانه داره. به این دلیل هم که است شما فکر میکنین چهار دانه اولاغستانی لواتتکار پدرملون شلیته های سیاسی فکر میکنین این طالبا کار کرده میتوانن، مثلا فرودگاه رو بازسازی میکنن، تونل سالنگ بازسازی میکنن، پل سختر، اینا تمامش نمادهایی است که برای عوام فریبی هست. شما این کارا رو در آیلند شده، در بریتانیا شده، برای عوام فریب نیوزلند شده، اینا بیشتر عوام فریبانه کار میکنن. ولی شما میدونین که از کجا اینا دکته میشن، از کجا اینا تغذیه میشن، از کجا اینا تزریق میشن، از کجا برایشون گایدلاین نقشه را ترسیم. افغان ملت خلقیای داد شیخ مثل سلیمان لایق و یون اسماعیلیون فعلا در کابل به سر میبرن. شما میفهمین که از طاقت کجا است؟ در داخل کابل است. صفیه صدیقی، جمیله مجاهد، شکریه برزه فقط دارین. شما میفهمین در کجا؟ در داخل کار میکنن. فقط که از یک حجاب پوشیدین و نقاب زدین و دیگاهش ریش ماندین لنگی زدین. و بسیار جالب جالب دیگر هم هست، هیچ گای اندیشه های افغان ملت هیچ رژیمی نتوانست که از عملی بسازه در معرض انجام قرار بده، ولی در این رژیم هوچیگر افغانی که طالبا هستن 100% داره تطبیق میشه. میدونین چی میگم؟ پس به این معناست اگر ما فهمیدیم تخنیکه ها و تکنیکه ها و برنامه های افغان ملت ها، مراوری یک آدم میشوین که یعنی فنافلا میشوین یا شابانو واری، شما نفهمین مماشات میکنه مثل رهبرا، مثلا بچه های رهبر، مثل دیگر اینمی هوچیگرهایی که پیرامون ما هستن، نمیدانن هر آن چیز را که نمیدانن. They don't know. مشکل اساسی در یاد وقتی که شما اندیشه های افغان ملت که است بایش آشنا پیدا کردین، عمق مسئله را میفهمین، یعنی ماورا خبر را میفهمین، زیر پوست شهر چی میگذره را میفهمین. یعنی وقتی که اینا را نفهمیدین میگه خب برم یک برادری میکنه. افغان ملت نمیخواید تو برادرش باشی جانم. افغان ملت اندیشه های حسب گرانه داره به شکل کتلوی، تو باید حسب شوی. این سرزمین افغان ها است و هر آن کسی که در اینجا است مهاجر است. بینش ملا عمر در کتاب استیون کول برایت میگه تاجک تاجکستان، هزاره هزار گورستان و ازبک ازبکستان، این نگرش تا اکنون که است تناسب داره. اینمی نگرش خانش داره، اینمی رگیش خرید فروش داره، اینمی فعلا هست، اینمی کنون امروز، اینمی امروزی که ما خبر در خراسان انترنشنال که از بارگزاری کرده میفهمید چی گفتن. تمام جنده ها را، درفش ها را، بیرق های حسینیه را که از تمام تکه خانه پایان کردن، تمامش را پایان کردن. مسئله تشیع‌گرایی مسئله دین نیست، مسئله قدرت نمایی است، مسئله هویت است، مسئله فرهنگ است. فکر میکنین کل هزاره ها که هست مردم های دینگیر هستن؟ اصلا نیستن، بیشترشان لیبرال هستن، ما را وره میاندیشن، ولی نماد تمدنی و هویتشان است. امروز فقهشان حذف شده به شکل کتلوی. شما میدونین چی میگم؟ یعنی فقه اهل تشیع حذف شده، نماد اساسیشان حذف شده. امروز پیکره ای که البته اون پیکره ای را که تراشیده بودن به شهید مزاری را امروز در هم کوبیدن، همین گونه که از احمد شاه‌مسعود در هم کوبیدن. بیش از 13000 جلد کتاب های دانشمند های ما را، مثلا دکتر مهدی را، خواجه بشیر انصاری را، دکتر نشاد و دیگران را، از یک منطقه که خنج نام داره جمع آوری کردن. امروز زبان پارسی مطلق قطعا شده در کتابخانه ها، در نسخ خانه های خراسان. امروز شما نمیتونین که اندیشه های دکتر مهدی را مطلق کس بخونین. پس به ایمان همه چیز که هست، ما دو نوع قتل داریم. یکی قتل اتنوساید برش میگن که تبار از بین میبری، یکی اتنوساید تبار و فرهنگ، یکی جنوساید تبار، انسان میکشی و انسان قتل عام میکنی. و همین گونه که از چنگیز قتل عام کرده، قتل فرهنگی هم کرده و قتل عام فیزیکی هم کرده. پس من یعنی توصیه ما این هست و پیشنهاد خیلی فروتنانه و خیلی خیلی کریمانه و شریفانه و نجیبانه و عزیزانه ما این است از این شابانوی عزیز و فرخته ما، روز سه‌شنبه اختصاص بده به یاری از دانستور. ما در کنارش هستیم، هر ایستگاهی هم که میروه و هر سامانه اجتماعی هم که انتخاب میکنه ما در کنارش هستیم، میرویم و این را بازگویی بکنه. و امیدوار هستیم که انشالله بتوانم یک تقریزی هم پیرامون نوشته بکنم و همچنان این را بیشتر آفتابی بسازه.
بس همین است دیگه. من از این بیشتر در این مورد سقوی دوم و وار که برای من افیون است. من سقوی دوم که میشنوم تمام خاطره های 21 ساله که من در 23 ساله که من در بریتانیا هستم، حتی در لیبیا هم که ما بودیم اونجا درس میخوندیم درباره سقوی دوم ما بحث داشتیم، گپ داشتیم، سخن داشتیم دیگه. و هر رو بازم خاطرهای ما را تازه ساخت. شابانوی عزیز ادامه بتین در بحثایتان، خیلی لذت بخش برای من واقعا. خواهش میکنم، زنده باشین. شما حرفای خوبی زدین ولی کاری کردین انگار که یک فیلم می باشه. شما قصه میانش را گفتین. So, but it's okay. ما میتونیم پیش بریم چون کتاب خیلی نقطه داره که مردم ما فرد فرد ما باید ایراد بدانه. من چرا خودم این کتاب همیشه در گروه ها داشتیم، در اینستاگرام و مسنجر و اینجا با همتبارای تاجکستانی و ایرانی، و هنگامی که اونا درک نمی کردن عمق فاشیسم افغانی را، من برشون این کتاب را می فرستادم که یک چند صفحه شه بخونین، چند جمله شه، باور کنین خیلی کسا نمی تانن با روان آرام یک صفحه از این را بخونن، آنقدر ناراحت کننده و فاشیستی نوشته شده. و بر خودم هم دشوار است، باور کنین خواندنش خیلی دشوار است. حس می کردم که این را یا همگی ما باید بخونیم، پارسیوانا باید آگاه باشن، این را بدانن. و من تعجب کردم از اینکه چقدر مردم ما نمیدانن و این را نخوندین، درباره شنیدین ولی نخوندین. من توصیه میکنم که همگی برای خودش بخونه. اگر بانو فروغ بالا ندارن، بیار بانو فروغ هم بالا بیار، میبخشی ادامه بتین. اگر دسترسی ندارن پس گوش بدن و مقاله هم هستن به زبان فارسی. بازم من خیلی در گروه ها خیلی دوستایی داریم که مبارز هستن ولی تسلط آنچنانی روی زبان فارسی ندارن. از این خاطر من این کتاب چند بار برشان در برنامه ها خواندم و در کلاب هاوس هم مقدمهش و بخش هایش ثبت کردیم. و هنگامی که رویا جان از ما همکاری خواست و درباره این کتاب، من فکر کردم که خب خیلی خوب میشه اگر بیشتر اعضای گروه شما با خبر شوند از این کتاب و رویش صحبت کنیم، برنامه گذاری کنیم. و هرچند که ناخوشایند است و یکان بار حس میکنم که وقتی که رمی خانم انگار که تبلیغ افغانیسم میکنم، ولی خب من خودم خیلی دور هستم از افغانیسم و در عمقش که مدرایم کم ناخوشایند است. با اجازه تان درباره کتاب یک کم ادامه میتونم به اسم مقدمه. و خب روزای سه شنبه، شبای سه شنبه با بانو رویا خراسانی حتما خود کتاب روخانی میکنیم. مجبور هستیم، ناگزیر هستیم، چی کار کنیم؟ هنوز هم کسایی هستن که نخوندین. روخانی میکنم. و خب اگر شما دوستایی که اینجا هستین، کسایی که نخوانده، میتونین با ما همکار شوین که در اون برنامه مثلا یک سفر ما بخونم، یکی را دوست دیگه بخونه و اینچنین خانه شما هم پیش بره و آگاهی ما. ایره میگذارم اینجا از بانو رویا خراسانی، حتما در هفته آینده میشنوم که کدامتان همکار میشین. من درباره کتاب ادامه میتونم با اجازیتون. بله. وقتی که این کتاب برآمد، اوج قدرت پارسیان بود که این بسیار از دیدگاه پشتونا بسیار یک چیزی که به غیرتشان برخورده. یعنی ما پارسیوانا نمیتونیم درک کنیم که چطور میتونه یک قدرت باعث ازا و آبروریزی این مردم باشه. ولی اگر ما تعمق کنیم افغانیسم، پشتونیزم یا افغانوالی، پشتونوالی، اینا کودهای فرهنگی و قومی خودشان ندارن. یعنی از هر طیف، هر سیاست یا هر دیدگاهی که باشن، اون نقطه قومی برشان مهمترین چیز است. یعنی فرض کو یکی سوشالیست است، دیگه
کاپیتالیست است، یکی خدا باور است و دیگه اصلا خدا باور نیستن. ولی این چهار فرد روی قدرت قومیتشان، روی ای که قدرت حاکمیت در دست کی باشه، هم چهارشان هم نظر هستن که باید این شخص، این حکومت، این قدرت باید و شاید و حتما باید در دست اوغان باشه، در دست پشتونا باشه. اگر این قدرت پشتون نباشه، باعث خجالتی و سرخمی پشتونا میشه و اینا در روند این کتاب این گونه جلوه میتن که پارسیان، پارسی زبانان، تاجیکا یا دیگه اقوام مهاجر هستن، یعنی از جایای دیگه آمدین و مردم بومی این کشور از دیدگاه نویسنده ها، مردم بومی و اساسی و مهم این کشور و اکثریت مطلق اوغانا هستند. آدم تعجب میکنه که رمی خانه، ولی اگر اوغانا را در زندگی واقعی هم بشناسی، در روند سیاسی هم دنبالشان کنی، خیلی هاشان همین دیدگار داره. از این لحاظ هم این برادری عجیب غریبه که رقم میزنن، میگوین برادر بزرگ و برادر میانه و برادر کوچک و برادر از خانه رانده. به این ترتیب اینا قدرت و حاکمیت میبینن و پارسیوانا از دیدگاه اینا اصلا اگر قدرت در دستشان باشه، یعنی قدرت مهاجرا گرفتن، قدرت خارجی ها گرفتن، قدرت کسایی گرفتن که باید این. حال اینجا است که این کتاب چند نکات پیشنهاد میکنه که چی کارا باید اینا انجام بتن که قدرت باز این سقوی ها یا ایرانی ها، زیاد جای هم در چیز میکنن که اینا ایرانی هستن، جاسوس ایران هستن. البته که ما ایرانی هستیم، در این شک نیست، ولی اونا این گونه جلوه میتن که انگار ما از این جنیستیم، از جای دیگه هستیم. در روند این کتاب چند پیشنهاد ها میکنن، 13-14 پیشنهاد دارن که حتما در برنامه اونها را میخوانیم. و جالب بود که درباره این کتاب که من خواندم که چقدر این کتاب بازپخش شده، یعنی بازپخش شده بر مردم رسیده و چقدر چاپ زیاد شده. یک بار چاپ شده، بعد بیشتر چاپ شده و از اون بیشتر چاپ شده و این کتاب در پشاور، روسیه، آلمان، انگلستان، آمریکا، استرالیا به شکل عجیب و غریب بازپخش می شده و در افغانستان جعلی و پاکستان مفت و رایگان بر مردم تقسیم می شده. یعنی بعد از اینکه پشتون ها صاحب دبیره، یعنی نوشتن و خط شدن، ما میتونیم به آسانی بگوییم که این کتاب بعد از اینکه خطشان به وجود آمده، بیشترین، پرفروشترین کتابی بوده که افغان ها، پشتون ها خواندین، چاپ کردین، به همدیگر دادین و رویش سرمایه گذاری کردین. و اگر ما دقیق ببینیم تأثیر این کتاب روی تفکر افغانهای روشنفکر، افغانهای دیاتی یکسان است. همگیشان طالب قدرت هستند و فکر میکنند که اینا اکثریت هستند و باید این اکثریت همیشه در دراز مدت در قدرت باشه بدون چون و چرا. اگر مردم استادگی کردن یا مبارزه کردن، از دیدگاه اینها نمک حرام هستن و کارهای خیلی بدی انجام میتن که باید جلوشان توسط قتل و کشتار و جابجایی جلوشان گرفته شد. و حالا در این 13 نقطه خیلی چیزها را میگویم که حتما در برنامه براتون میگم، ولی چیزی که بر من خیلی ترس‌آور بود که اینا جغرافیای پارسی را در نظر دارن، یعنی شمال افغانستان جعلی را، که این مردم کیستن، چیستن، چرا اونجا هستن. یک دیدگاه
دارن که اینا خارجیستن، یعنی از اینجا نیستن، و چطور ما کاری کنیم که خوب اینا را آمیخته بسازیم. آمیخته یعنی که خب دخترهایشان را چور کنیم، دخترهایشان را بگیریم و اینها را با خود میکس کنیم، که با ازاره هم همین نظر را داشت یکی از پشتونست های اروپا. و دیگه که اینا را از سرزمین هایشان باید جا بجا کنیم، یعنی که سرزمین هایشان را خالی کنیم، اونجا ناامنی را به وجود بیاریم، که اینا مثلا پنجشیری ها، خیلی به وضوح درباره پنجشیری ها نوشتین و صحبت کردین که پنجشیر باید خالی از پنجشیری شود، و پنجشیری ها باید در جنوب جا بجا شوند، جنوب که میشه مثل فایق گرامی گفت قندهار و این طرف ها، و در جای پنجشیری ها و پروانی ها اینها مثلی که در زمان امان الله خان و بعد از اوام انجام داده بودند، که خیلی جایهای سمت شمال که الان ما برشان میگیم پشتون نشین است، پشتون نشین نبودن، اینا اوغان نشین شدن در اون روند، ولی برشان کفایت نکرد که خیلی جایهای جنوب ها مثلا پشتو پشتون نبودن، پشتونیزه شدن، اوغانیزه شدن، و این برشان جواب داده. از این خاطر این سقوی دوم نوشته کردین که خب برای نسلهای آینده، که هرچند که شاهی نیست، چون در نظام شاهی ها اینا خیلی خوب با آسان استبداد می کردن و پیش می رفتن، هرچند که نظام شاهی نیست، باز هم اینا این کتاب نوشته کردن که همه روی یک منوال، روی یک هدف پیش برن. و اگر ما پنجشیر امروز ببینیم و این کتاب بخونیم، واقعا اشکای آدم در می آید که ای وای، این همه چیزها را اینها 1998 میشه 20 چند سال پیش، 20 چند سال پیش اینا واضح و خلاص برای ما نوشتن که چی کار انجام میدن، و هی کاش ما میدانستیم که این بازی دادن ها در قدرت و این به وجود آمدن طالبان و این طرفداری طالبان و این در یک نفس افغانیت و اسلامیت را نامیدن، همه اش روی هدف و منوال است. این ناامنی در شمال، این کوچهای اجباری پارسیوانان، هزاره ها، همه اش روی برنامه و منوال پیش میره. از شما میشنویم، ببخشین، امیدوار هستم خیلی صحبت نکرده باشم. اگر در روند برنامه وقت بود، بعد از شما دوستا در آخر صحبت میکنم که جمع‌بندی کنیم، بعد حتما در برنامه میبینم اتان. ممنونتان. تشکر، زنده باشی شابانوی مهربان، خیلی معلومات‌های جالب داریم. من خودم شخصا فکر کنین 0% معلومات درباره این کتاب دارم، بسیار جالب است. من خواهشم هستم که شما درباره این کتاب بخونیش بگیرید. روی آره، درد دل من را دیدی که من چه رقم درد دل دارم. بله بله بله، بیخی فهمیدم. من فکر کنم ما همه ما، خصوصا کسایی که مسئول هستند در این رنگ، میخواییم که مردم آگاهی رسانی کنیم. این کتاب خیلی خوب باید بخونیم و آگاه شویم از درون این کتاب، هرچند که شابانو هم گفت که خیلی سخت است تعامل کردن این کتاب سر روح و روان ما، باز هم مجبور هستیم که این کار کنیم. و فروغ هم بالا بیار، فروغ عزیزم بالا بیار، همونجاست فروغ جان آمده، عزیز جان مهربان آمده، اونا رو وقت میدیم گپای داشته باشن. ما نیم ساعت دیگه هم پیش میبریم برنامه را، خیر از وقت کرد بپرم شب بسر خیلی جالب است. من یک چیز دیگه رو میخواستم توضیح بتم پیرامون این کتاب. شابانوی عزیز، ما واقعا برای من این کتاب خیلی مهم بود در امون سال پار، سال رو نخواستم، ولی یعنی هر کسی به هر چیزی ساخته شده. خیلی ما کوشش کردیم که یک بانو پیدا شوه و ای رباسخانی بکنم این گونه که شما فرمودید، ولی یکی از بانوها پیدا شد، به هر رو نشد دیگه، و بعضی جنجالا بود و اینم کس بعضی رسکم است. و بعد از او امسال بانو فروخ کس این کتاب بازخوانی کرده، بسیار صدای جالب و بسیار صدای جذاب و بسیار یک ادبیات عالی هم مثل خود دوری داره. ما اتفاقا این کتاب ثبت کردیم،
یعنی در یوتیوب خراسان انترنشنال از دوستای عزیز، اگر شما خراسان انترنشنال بروین و بعد از او که هست یا نوشته بکنین سقوی دوم میاره و در لیست بروین، در پلی لیست، در پلی لیست که بروین اونجا نوشته است که کتاب سقوی اول و کتاب سقوی دوم اردوش بانو فروخان. فروغ عزیز اگر فرصت داری بچه تارام است بیا بالا یک کمی پیرامون این مسئله معلومات بده که جمع به خیر خوبی شابانو هم دوباره ایره به خانه روزای سه شنبه و این ثبت شوه و بازپخت شوه. اگر فرصت داری چون بانو فروغ میفهمید تفلکایی داره و بیچاره همیشه مصروف میباشد، اگر نه دیگه میشنویم از دیگه دوستا. سلام و درود خدمت همه شما، امیدوارم همه تان صحت و سلامت باشین. از موضوع کتاب سقوی دوم صحبت داشتیم. استاد فایق، سقوی دوم خوب است که درست است که ما به شکل ریکارد آماده شده صوتی، اما ای که در برنامه در موردش صحبت میشه بیشتر تاثیرگذار میباشه و خیلی خوشحال شدم که امروز دیدم روی یک موضوع بسیار مهم، به خاطر که حتی شما متوجه باشین در برنامه هایشان می گروهی که حامی دیدگاه نمی رهبرهایی هست که طبق سقوی دوم پیش می روند، اینا از زمین سقوی دوم از واژه های زمین استفاده می کنند. بله مثلا کولوبی، مثال بسیار جالب است، نسل روس، نسل روس مثلا میاین در مورد خانمای در مورد همسر قهرمان ملی، در مورد همسر شهید برهان الدین ربانی صحبت میکنه، تمام جسد اقلیت مهاجر، بله برادر بزرگ، توهین به تاجکا به شکل واژه های بسیار جالب و خطرناک، تمام در سقوی دوم واضح گفته شده. حتی اونمور اینا کوشش کردن که شورتکت کردن، کوتاه ساختن و او رو استفاده میکنن در لایف هایشون. اما مهم است که وقتی اینجا وقت صفحه به صفحه برنامه دوستای ما حوصله میکنن، این در موردش صحبت میکنن، این بسیار خوب است، این تاثیرگذار از بیشتر کسانی که میشنونده میباشه، میفهمن که شما چی میگن یا هم فکرهای شما چی میگن، چی برنامه دارن، چی چرا ما چی دلیل امروز یک استادگی قوی صورت گرفته. دیگه من خیلی خوشحال شدم. تشکر فاروق جان، فکر کنم مصروف شد با تفلکای که هست و میگیرن همیت درفش کاوره که میبیرن حمله است. صد زواز مدارین؟ بله بله ادامه بده، ادامه بده. موضوع هدف ما بود که ما خوب است که ایره در لایف ها بیشتر و بیشتر در موردش صحبت کنیم، به حرفی می بنافع ما هست، چون مردم هست در تیک تاک استفاده میکنن در همین لایف ها که میاین، بعد از اون میفهمن که شما و هم فکرهای شما چرا امروز واقعا حرف دلتان درک کرده میتونن، به خاطر که شما میفهمین که برنامه های سقوی دوم قسمی که در مناطق فارسی زبان نشین، تاجک نشین فعلا عملا جریان داره و ما مشکل اصلی فارسی زبان و بخصوص تاجکایی هسته که انوز انمی برنامه ها رو خصوصا سقوی دوم اگر 50 صفحه اولش هم بخوانن مطمئن باشین که هرگز دیگه نمیان استادگی کنن، به دلیل از اینکه وقتی که ما استاد فایق یک صفحهش برام جالب بود در مورد خانم برهان الدین ربانی صحبت میکرد، یک تهمت بسیار خطرناک هم اینجا من که خواندم، هر صفحه از او را که میخوانم قبلا هم یا حال واقعا نیتای به یک فکر جالب میفتم که چی وضعیت، چی مردمی، چی قبیله، چی گروهی و چگونه میتونن که بالای ناموس دیگران فحشا صحبت کنن، حتی در کتاب، حتی یخو مردمایشان هستن که اونا خودشان ادعا میکنن که ما نویسنده هستیم، ما مبالغ هستیم، ما دانشمند هستیم. خیلی خوشحال هستم که ما ایره در لایفو از بانوی عزیز، از بانو رویا و بانوی عزیزی که امشب در لایف هستن بسیار زیاد واضحی
با جزئیات در موردش صحبت میکنن. اگر روزای دوشنبه شما و می بانوان بیاین با جمع آقایان مشخص در مورد سقوی دوم بعد از این ما هم افغان نیستیم شروع کنن، خیلی خوب میشه و نفع ما هست. این دو کتاب بسیار مهم است. دیگه من میخوایم از شما و همه بزرگوارای که هستین شنونده باشم و اگر کدام در مورد ریکاردش گفتین ریکاردش اگر میشنون نقدی دارن مشکلی در اونجا میبینن خوب است که بنویسن اصلاحات بیاید. باز هم ازشان خوش میشیم، سپاسگزار هستیم. دیگه براتون سلامتی میخواییم. ممنون فروغ عزیز، ممنون خواهر عزیز، تشکر، زنده باشین. فروغ میروان، استاد فایق میروان، تشکر از صحبتهای خوبت. دیگه شابانوی میروان که مانده نباشی، قدر زیاد صحبت کردی در این کتاب، معلومات خیلی خوب بر ما دادی و من خودم شخصا هیجان دارم، اکسایتد هستم به شوای سی شب. فنگچه تخیی بخرد اگر روی فنگچه تخیی بخرد این کتاب که خوندی باید فنگچه باید بخری، چون در آیریشی ها بر لایسنس میتن در مخانه کس باشد اگر دیگه این کتاب راستی که و یک گپ دیگه هم نگفته نمونه که ما در باره پتیشن گپ زدیم در باره تومر نویسی که چقدر جالب باشه که داینده و خیر امین کتاب به جایش برسانیم که در زبان دانی می باشه، در جنگلی دانی، که سر از این تومر نویسی کنیم و مردم رای بته که این کتاب باید بیخی گم شد از کره زمین و اینا دیگه این عملها رو نکنن. دیگه این چیز با آینده است بخیر. دیگه شوای سه شنبه همه تان بیاین در ساعت 8 به وقت انگلیس و 9 به وقت اروپا و 9:30 به وقت ایران زمین بیاین همگی که بشنویم، خصوصا کسایی که وقت ندارن که خودشان به خانش بگرن و آدم یک جایی که درباره یک کتاب صحبت کنه زیادتر زیادتر میاموزه از یک دیگه خود و این خیلی خوب گپ است. بانو رویا می بخشه که من مداخله کردم. دوستای عزیز، رئیس خراسانی و آی لف خراسان، گرند خراسان و همچنان چلنجر عزیز، دیگه دوستایی که ما را میشنون، اینمی بانوی فرخته شابانو نام داره، پرشن رنسانس یا پرشن رنسانس، اینمی را اضافه بکنن و لطفاً لطفاً هر قدر می توانین این بانو را کمک بکنین و چون اندیشه های این بانو خیلی خیلی که از برای ما مهم است که این گسترش پیدا بکنه. استاد میشه کم خلا معرفی کنن چون ما کرد دیگه کرد دیگه نبودی رئیس خراسان دیگه استاد ما آخرام کسایی که نوقت آمدن دیگه بانو شابانو میگه یک بار دیگه خلا معرفی بکن که بسیار جالب است. یعنی جالب است یک قدرت بانوها مضافه شد در پهلوی بانوهای فرقه. ما جاوه جان یک کمه که ما و شما باید کمه رو مربسته بکنیم، کل ما را چلنج داد و ما در مقابلش ناتوان بودیم. متوان بخدا نه واقعا اعتراف میکنیم که واقعا ما ناتوان بودیم در مقابل این شاه بانو و نامش هم بانو هم نه شاه بانوست. بچه از خواب بخزن، گرند خراسان نخونده یک کتاب، آی لف خراسان نخونده یک کتاب، چلنجر متعقن استم نخونده یک کتاب، رئیس خراسان هم خود که از زوال پشتونه را خونده یک کتاب نخونده. بیایم اعتراف کنیم جمعی، بگویم که از این بانو معذرت میخواییم و ما شاگردات هستیم، ما را بیاموزان. تمام، تسلیمی برای بانو ها دیگه. تمام، شما کی هستین؟ میگه چه درس خوندین؟ امین درود مجدد، خواهش میکنم زنده باشین. رئیس خراسان، فکر میکنم در آغاز صحبتهای ما شما وجود داشتین، حالا شاید شنونده نبودین یا نشنیدین، ولی خوب ما شهبانو یا علوم اجتماعی را خواندیم، Social and Cultural Science، تاریخ و تمدن و فلسفه و آیین پارسی را خیلی دوست دارم و در این راستا کار میکنم و پیشرفت پارسیان. فکر کنم همین خلاصیش میباشه. چیز جالب براتون بخونم. حالا بانو خراسانی گفتن که نیم ساعت دیگه هم داریم، یک چیز جالب بخونم که در این کتاب است و شما
ببینم چه برداشتتان است. نگه پشتون ها بنیانگذار به وجود آوردن آورندگان نگهبانان و پاسداران آزادی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در طول تاریخش بودند و همیشه پیشتر و بیشتر از هر قوم دیگر قربانی دادند. همین پشتون ها بودند که 3 بار پوز تجاوزگران انگلیس را به خاک مالیدند و آزادی و استقلال افغانستان را به دست آوردند. همین پشتون ها بودند که در مقابل تجاوزگران شوروی یا روس ها مردانوار ایستادند و جهاد کردند. با قبول قربانی های بیشمار افغانستان را از چنگ ارتش سرخ آزاد ساختند و باعث شکست و نابودی شوروی شدند. اقلیت های قومی در جنگ های آزادی بخش هیچ سهم شایسته‌ای نداشتند و تا جایی که دستشان رسیده است خیانت کردند و خواستند که نام افغانستان را از نقشه جهان پاک سازند. تشکر زنده باشی شابانو، بسیار مقبول، خیلی جالب معلومات. باز هم بیخی دیگه نارام شده رئیس تومه، چه انتظار کشیده نمیتونم. جنگ اول و دوم انگلیس میگه افغانا، من در این مورد بحث کارشناسانه علمی نوشته کردیم و همچنان در مورد جهاد در این باره که هست یکی از پروفیسرهای در بریتانیا هست و اون کتاب داره زیر عنوان درباره مسعود نوشته کرده و جهاد کی در داخل خراسان که از به پیروزی میرسانه. یعنی این نه تنها افوات است، این نه تنها شطیحات است، نه تنها جفنگویی است، نه تنها یاوسرایی است، این زندقه مطلق است. میفهمین؟ زندقه مطلق و افترای مطلق و شر مطلق است این کتاب. این خویه چیز ایره بسیار بسیار با انصاف گفته. این چیزای ادعا کرده که انسان خینک میمونه. خینک میدانین چه میگم؟ و ما امیدوار است، من فکر میکنم که اگه الهام شد که این بانو پیدا شد و این مسئله دار ساخت، من واقعا روز سه‌شنبه انتظار کشیده نمیتونم، از هیجان دارم که بیشتر بشنوم، بیشتر مردم ما آگاه شود. شما باور بکنین جاوید جان، هیچ دیگه نیاز ندارید تیک تاک کسی را بگوی بیا بدر که اصل لباس چرکین افغانیت را بکش. اون اگر یک مسقال خرد داشته باشه، والله بالله تالله اون میفهمه که مثل چرا فایق امروز در گرفته، چرا امروز که از من این یک آتش مثلا در قلمه. بحث نمین است. خب به هر بانوی عزیز ما در مورد سقوی دوم گفتم، منفست افغان ملت، من به شکل عملگرانه از سال 1999 دیگه به شکل عملیش که است داخل اندیشه های افغان ملت شدیم. اینمی بریتانیای کبیر که من زندگی میکنم 23 سال یخن بخن که است با افغان ملت که است منجا زده، 23 سال یخن بخن فیزیکلی ما برخورد کردیم. در تمام برنامهشان رفتم یا رفتین فیزیکی برخورد کردیم، عمله کردیم. یعنی ما میدونیم که اینا اینمی آلی برو جاوید ویبسایت داره، اینمی ویبسایت داره، احدی ویبسایت، رئیس فریش هم احدی افغان ملت نوشته که afghanmillat.org ویبسایت. اینمی آلی در بخش اونجا هست به نام نوشته است منشور افغان ملت، منشورش بخون، میگه اینی اقوام ازاره، ازبک، تاجک، مهاجر هستن. اینمی کنون این نیست که نباید، اینمی اکنون که هست. و در دفترشان هم در لندن بود، دفترشان از زم در فرقشان، اون یک خبیث کثیف لنگیداری است که به نام وردک که هست در بی بی سی آمد گفت افغانا که هست در الیکتد کینگ، اونمو جفنگویی که داشت، اونو به حساب مسئولشان در لندن است و بسیار فعلا نه تنها در لندن، در هالند است. مسئله چاپ این کتاب شابانو گفت اینا که در چندین جای چاپ کردن. اما استاد امو مسلمان هم نیست که میگم نه شما کار ندارم مخالف عقیده نه خوینا ذکر اسلام دعوا میکنن باز ذکر بله اوانیت. اون نه تنها من به او کار ندارم، چی است باور کن اون آدم آن قدر مملو از کثافت است، یعنی قنار نجاست به اون باید گفته شود.
او بسیار بسیار یگانه دیگر است، بی سواد مطلق است، هم از نگاه انگلیسی بی سواد است، هم از نگاه افغانیش بی سواد است، بزن پارسی خو از دمش بگیری گر 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 را میروه. یعنی اندیشه های افغان ملت اندیشه، من یک قصه بسیار کوتاه بکنم. من سال 2012 بود پیش استاد ربانی رفتم، البته من نمی رفتم، یک از دوستان گفت بیا کمی افغان ملت افغان ملت میگی فایق، بیا یک دفعه امترا پیش استاد ربانی برم. قصه کوتا یک قصه رو یک سه بار دادم کردم، رفتم پیش استاد ربانی، من دریشی های بسیار همتو قیمتی پوشیدیم، عطرم زدیم بسیار همتو لکس، و بعد از اون مردم میام میگه ایر امزا کو رمزا کو رمزا بکن، و در آخر شد فکر میکنم و میخواست بره. بعد از اون دوست من گفت که فایق جان از لندن اومده، این میخواه که چه کاری برای شما بکنه. من گفتم بله استاد، من نامدین که شما چیزی برای من بکنید، من آمدین که من چی کاری برای شما بکنم. من این کلوز کردم. بعد از او گفت خیلی شما باشین، باز یک جا می رویم. بالاخره کلا رخصت کرد، نمازم باش خواندیم، و بعد از او مرا گپ زد که بفرمایین چی می خواستی بگن. من گفتم استاد ببینین، اندیشه های افغان ملت، این نقل قول است، من اونجا شاهدم دارم دو نفر. گفتم اندیشه های افغان ملت تمام اروپا را تسخیر کرده استاد، شما در این باره که از چی کار دارین؟ اینی نقل قول است، من فردا حساب دهی دارم در روز آخره. شما باور بکنید اینمی نقل قول است، یعنی کود این کود. برای من گفت افغان ملت نگو، اینا را نسل یهود و نصارا بگو که قبرهای ما را در دادن. اینمی اینمی ما بین کود این کود میگه، من گپ من است. من گفتم گفتن افغان ملت نگو، اونا را قوم یهود و نصارا بگو استخوانهای ما را در داده. و اون باز در مورد افغان ملت خودش هم صحبت کرد، باز گفت چی کار ما کرده میتوانیم در اروپا. حالا او را باز به زوم میمانیم که چی چیزهای رستاز گفت. اینه من شاهد هستم که به شکل اما هر رهبر مخنص پرموچ استفراق شده ایرم که من دیدم پیرامون افغان ملت صحبت کردم، گویا که هیچ نشنیده. مینمی سقوی دومه، اینمی کتاب در زیر بغلم بود، اینمی کتاب در زیر بغلم بود، و کتابی که مثلا من افغان نیستم از آقای محمدی است، ایران ما چاپ کردیم یا سهم گرفتیم، ولی چاپ شد سهمی بیشتر شکست افغان اکشن چی پرشن اکشن بود، اونا بزرگی کردن دیگه. به هر رو شما باور بکنید، ما رسالت انسانی خود به تمام رهبرها، برای اون رهبر چوچه ها، اون اخبرشان مهم نیست که سمسور افغان کی است، سلیمان لایق کی است، احدی کی است، صفیه صدیقی کی است، جمیل مجاهد کی است، شکر وارزه کی است، احدی کی است، مثلا اتمر کی است، پتنگ کی است، ننن کی است، کل اینا سم دارن در این کتاب. کل اینا که سم دارن. و تمام ادبیات، من پیشترم گفتم، تمام ادبیاتی که در این کتاب نوشته شده همیشه من میشنوم، نه تنها از افغان ها، از خودی های ما و از دیگر تبارا هم میشنویم. این قدری کلیشه ساز ایره به کلیشه تبدیل کردن و بسیار بالاش هم مصرف کردن. افغان تولنه، پختون تولنه، و افغان ملت، و همچنان روشن فکرای افغان، فقط گفته شابانو که از باز تولید کردن، با نشر کردن و باز پخش کردن. آن قدر این پخش شده و نشر شده اصلا باور نکردن. و همچنان ما پارسی زبان ها، ما خراسانی ها می کار انجام دادیم برای نشر و پخشش، ما چاپ کردیم، یعنی خودمان سهم داشتیم، پل دادیم، چاپ کردیم که برای مردم آگاهی، مردم آگاه شود. دیگه پیشنهاد بانو فروغ عزیزم خیلی جانانه بود که ایره به شکل لایف که شابانو با اون ادبیات بسیار عالیش بازگویی بکنه، بازخوانی بکنه، و پرسشای هم که پیرامونش می باشد دوستا آزادانه می توانن، مثلا بعضی از یعنی می خواهند که مثلا توضیحات بتن، با کمال میل این بانو که هست می تانه برای ما توضیح بته، برای دوستان ما توضیح بته. من فکر میکنم یک کار بسیار عالی است. بازم ممنون از شابانوی عزیز، دستای درد نکنه، افتخار است واقعا به اون پدر، به اون مادر، بیشتر مادر جانت، که شما را به دنیا آورده، واقعا تربیه خوب کرده، و ممنون از این بانوی فرخته که این شرایط مساعد ساخت شما را دعوت کرد، بانو رویای عزیز، و از تمام بانوهایی که در گروپاتان سهم دارن. من همین بود رویای عزیز دیگه گپای من. تشکر، زنده باشین استاد میربان. دیگه شاهبانو اگه گپایی داری بزن، دیگه یک چند دقیقه دیگه هم داریم، دیگه لایف با پایان میرسه. بخیر، ما نیم ساعت زیادتر پیش بردیم از طریق وقت کم بود. دیگه گپایی تا خلاص کو، بعد از او بخیر باز سرود میخوانیم و دعایی را میخوانیم و میریم. بخیر،
بفرمایید شما. یک سلام از طرف ما استاد فایق همیجا زحل هم منتظر است نوبت ما مس نشه. زحل میشنیم از زحل عزیزم کدام شعر زحل جان خوبی؟ سلام استاد با خودت سلام به همه خراسانی و با جان و همشیرهای بزرگوار ما دیگه ما همیجا صدایت هم میشنیم اینجا زحل هم در پالیم شیشته برای زنگ آمد. بله زحل عزیز I miss you زحل جان ما برایت خیلی دق شدیم واقعا. زحل دیگه یک سلبریتی شده دیگه فعلا در لف خراسان میشنویم. با بوز کرده که نولد او زحل قنده میره کلانش کنم روی عزیز باشه یک لحظه ای نه قنده دختر ها میشنویم. سلام و علیکم السلام. این درفش کی است؟ اون درفش در پشت سرت اون درفش کی است؟ او بیرق فلاگ خراسان. خراسان کجاست برادرکت؟ مول صاف دوست دارم. او تو را بسیار دوست داریم. ما تو را خیلی دوست داریم و خیلی قشنگی. خیلی خراسان هم یک از جواب دوست دارم. میفهم. خود چی داری برای ما؟ تل می آره ماش کرد درفش خراسان. واو زحل جان به 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 دختر قشنگ چقدر زیبا چقدر الهام بخش زحل جان. واو زحل و برادرایش رویا جان مکتبایی که در امریکا است مکتبای خودشان این درفش بردن در داخل مکتبای درفش بردن در جای بسیار اساسی درفش بردن در دیگه درفش ها اضافه کردن امین گونه است نه آی لف خراسان فرتوره کروان کرده بودی. بله آساس بله آه بله آساس به به زحل جان چه پیام داری؟ What's your message? Tell me your message. A kiss, hug, anything. نه کرش بیچاره خیر همی که آمده این همی برای ما کافی است این همی درف شک ماش کرد برای ما یک خراسان دارد. احساس سلامت باشین زنده باشین دیگه افتخار برایتان واقعا ایلف خراسان درود بر شما واقعا سلامت باشین احساس مولد هم تا کشمیرم تا اوجارم زینای مردمت صاف قدری زنده خراسان چی هست زبان فارسی چی هست کلشان رو برشان به معرفی میگیرم عالی دیگه ما هم هستیم برابر همو وسط توان خود که همقدر ما خب ای کاش که ما برابرش ما همقدر سواد می داشتیم که سواد مهم نیست انگیزه و احساس مهم است تو اردیشه داری مرد بزرگ. نه بازم از اینکه سواد خوبتر هم مثل شما رو که پیش ما می بود باز می دیدی که چرا خم چیز می کنم. سیما بابان شاب شکیب جان امیالم از بسیار خراسانی ها که در خراسانی هستی که 30 سال پیش میگه بیادرم خراسان بود بابیم خراسان بود را خوابیده خواستن همی یک ایوانایی است که دمی لبای بر افتادن پایام ندارن فقط می جنبن اونو مو دمو جنبیدن خوش هستن احوال های نه. بله ما خودم وظیفه میرم بعد از وظیفه اونم وظیفه هم که می باشم دمی فکر امی برنامه هستیم که چی برنامه بگیریم چی کار کنیم. ما او روز چند روز پیش کابل هم بعض فامیلا بود کدشان گپ زدیم درفشا را برشان روان کردیم و بعضی گفتیم مگه میتونیم که شما همی تیک تاک های جور کنیم که شما معرفی شوین و بعض کار ها میکنیم دیگه برابر اون وقت قانون خود ایسی خود کوشش میکنیم. حالا فکر ما از هم در کار است از کار با فکر ما در خراسان هم است که هرچه که زحمت بکشیم اما قدر خوبتر پیشرفت خراسان از بخیر. بله بله نه نه بیرق تبالا کرده خودت مرد بسیار بسیار با اندیشه و مرد عملگیرا هستی. ما دوست داریم انگرم برش احترام داریم و تفلایت خانه کلش خراسانی شده نه کم از خراسان هم قبول ندارن واقعا افتخار بر من راستی برد میگم شما برای من الهام هستید والله میفهمی زگ زگلر میگه اون کسی که انگیزه میته به انگیزه نیاز داره خود برای من که هست منبع الهام هستی واقعا
خودت و فامیلت، همسر نازنینت و این که زحمت میکشید، طفلای نازنینت، همیش نعمت هست. ممنون. I love خراسان and we love you and we love your family. نعمت سرخان، زنده باشید. بله. تشکر، زنده باشین. شابانو جان اگر شما گپای دارین، اگر دوستای دیگه اگر گپای دارن، وقت خیلی کم است، کوتاه اگر صحبت کنیم، بفرماین. جانم زنده باشی، درود مجدد. خب در آخر میتونم بگویم که این یک نقطه است که من در هر برنامه شاید رویش اشاره کنم و در روند زندگی خودم و مبارزه این نقطه خیلی مهم است. من نسخه پشتونیزم شمی خونم، بعد نقطه دیدگاه خودم به اشتراک مگذارم. نقطه که در این کتاب نمایان میشه این است که طبق دیدگاه نویسندگان پشتون ها از هر نظر و جهتی که نگاه کنیم از دیدگاه اینا سزاوار و مستحق و شایسته حاکمیت و رهبری کشور می باشند و باید قدرت سیاسی در افغانستان در دست پشتون ها باشد. پشتون ها یگانه قومی هستند که توانایی و تجربه و مشروعیت حکومت کردن در افغانستان را دارند. این دیدگاه یا کتاب است البته. من عرض میکنم خدمتتان که نه، برعکس، مطلق برعکس. خیلی از پارسیوانای ما، خیلی از تاجیکای ما فکر کنم زیر تاثیر تفکر افغانیزم و این مداری بازیایی که اینا در این سالها به وجود آوردین و این قتل و کشتار پنهانی و علنی باعث شده که شاید مردم ما از ترس جان، مال یا آینده فرزندشان آرام آرام خودشان حتی در تفکرشان خودشان خونسا کردین و این نقطه خیلی خیلی نادرست است. برعکس، پشتون افغانیزم، پشتونیزم باعث نابودی، باعث پسرفت، باعث کشور مخدرات، باعث پسرفته ترین مردم، افسرده ترین مردم جهان شده و اینا از هیچ جهتی، از هیچ نگاهی، از هیچ حقی سزاوار حاکمیت روی من پارسیوان، روی من که اجدادم به کوروش و داریوش بزرگ میرسه نیستند. و من امیدوار هستم که پارسیوانان، تاجیکان بیدار شوند از خواب غفلت خود، بیدار شوند و این خود باوری را در خود به وجود بیارند که منم میتوانم. آخر اگر اجداد ما امپراتوری فارس بزرگو از هخامنشیان تا ساسانیان را داشتن، چطور نتونن امروز در افغانستان جعلی حکومت کنن؟ چطور نمیتونن؟ اینا چطور شایسته این حاکمیت نیستن؟ و این قوم پشتون ریشهش در کجاست؟ از چه وقت پدید آمده در این جغرافیا، در این عرض؟ ما در تاریخ اگر بنگریم میبینیم که اینا قوم متجاوز، قومی که از خوب جنوبهای اونورای کوههای سلیمان آمدین و مردم ما باید به این واقعیت ها پی ببرن و خود باوری خود بیشتر بسازن تا افغان نتانه این چنین چرندها را بنویسه یا حتی برای خود تلقین بده، تا ما مردم به این نقطه نرسیم که من میتوانم، اجداد من توانسته. پس ما داریم، ما آدمای خیلی خوبی داریم که میتونن قدرت داشته باشن. همبستگی خود باید زیاد کنیم، پشت کار خود باید زیاد کنیم، ولی این باور مطلق داشته باشیم که حتی یک دهقان پارسیوان بهتر، شایسته‌تر و باخردتر میتونه حکمرانی کنه از هر شاه و پادشاه و وزیر و رئیس جمهور مثل غنی افغانیسم. پایین نباشید پدرود. به 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 به، دقیقاً دقیقاً بانوی عزیز، چقدر دوست داشتنیستی استاد. یک چالنجر افزود افزوده شد، یک از ما یک پایه کرده با تولید. نه، من شاگرد شابانو هستم. من اگه به شاگردی این بتاستم نیستاد تاثیر گذار از بخدا. من زوب شدم برای یک لحظه دیدم امرایتان رو بسته کنه بچه ها، وستان خراب از با خدا. شابانوی عزیز، واقعا افتخار برای شما، خیلی لذت بردیم، خیلی کیف کردیم، بسیار آگاهانه و قصدمندانه و خیلی خیلی یعنی هدفمندانه که از اون نقاط مطرح ساختی. دقیقا
اینمی دغدغای فکری و لقلقای زبانی ما هست، سالها گفتیم ولی مردم ما شوربختانه شوربختانه نفهمیدن هر آن چیزی که نفهمیدن. دیگه جاوید عزیز روزای چهشنبه دیگه مقدس‌ترین روزا برای ما باید باشه ها. بله بله استاد واقعا همه دقم کلگی به صبرانه منتظر است که شما خودتان لایف میین و دیگه امی دقم سه‌شنبه ها رو یکی از روزای بهترین روزای ما است. ما دیگه پیر شدیم ضعیف شدیم بگذاریم مرا که هست بس دفت به کارهای میدانی میگه بانو شعر هرچی پیر شود بازم شعر است دیگه شما واقعیت واقعیتی که در طول تاریخ خدا شاید است هیچ سیاسونی که قدرت ازشان بود سلطنت هاشون بود امپراتورا بودن جرات نداشتن که خطایی که امروز شما میگین نوا بگوین این امروز شاید اقتدار نادیده بگیره ولی یک وقت زمان ثابت میسازه تاریخ میسازه ثابت میسازه که واقعا شما چی کردین برای نسلتان واقعا پیر خانم سلام ممنون خیلی خرسند هستم ولی خیلی حس قشنگ دارم پیرامون برنامه امروز یکی از خوبترین برنامه ها یکی از خوبترین شب های زندگی ما بود واقعا مختم خیلی زیاد از این بانوی عزیز دیگه رویای عزیز من تا صبحم که هست من ده ساعتم صحبت کردم اونو جاوید میفهمم من مشکل ندارم ولی قانون برنامه ما همی بود که دو سال ما نباید عبور بکنیم چون مهمان ویژه داشتیم عزیز است برای من شابانو دیگه سرود ملی خراسان میگذاریم و بعد از او بیاری از دان سطر که از پردام کل ما شما باز برنامه داریم دیگه باز میریم پیش به خیلی خوبی میبخشین شابانو فردا شما آماده هستن چون فردا سه شنبه است چون برنامه ما سه شنبه را کسی از برنامه ما را ورایش میکنه و به نام برمکی است او هم یکی از به گفته زریاب یکی از بزرگهای خراسان هستن اونم شعر شاعر است و استاد ادبیات بوده مانند خود ادبیات پارسی مرد بسیار با اندیشه مرد بسیار بسیار گمنام و مرد بسیار پرکار عملگرا خیلی تو یک کار میکنیم روز سه شنبه را برای شما که است تدارک میبینیم و روز پنج شنبه را که است از سه شنبه به پنج شنبه که من هستم اونجا برنامه است اوج انتقال میدیم شما برای فردا آماده هستین شابانو برای فردا سه شنبه است بله بله آماده هستم بله آماده هستم چرانه سه شنبه گفتیم بر سه شنبه آمادگی داریم حتما روی چشم دیده امیدوار هستم کسایی که برنامه را دنبال کردن و دانستن که نخواندن با ما ملحق شون و با هم ما میتونیم روی جزئیاتش صحبت کنیم و تجربه برنامه ما تجربه هم خیلی مهم است تنها ما کتاب نمی خوانم تنها تئوریک نیست مردم باید خودشان تعمق کنند در زندگی خودشان در زندگی پدرشان پدر بزرگشان یا مادرشان که چی ترفندا یا چی ساینا یا علایم افغانیزم و پشتونیزم دیدن تا این گونه ما تئوری و عملی را با هم قاطی کنیم و نتیجه خوب بگیریم. عالی است، عالی است. برمکی صاحب نیست نه جاوید عزیز باز با برمکی صاحب پیام ان شاء الله دو اتاق فکر بگذاریم که فردا را اول امروز نیست تصادف بود برمکی صاحب یک بالا بیا امی برنامه را ویرایش بکو برای فردا و خیر اگر کلام گپی هم داری و دعایرم خودت بخوان اگر هستی بیا بالا معمولا برمکی صاحب جایش درست نمی باشه بله 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 میفهم چون بود در اوائل بود و پسند میکرد آمد بالا مرد بزرد برمکی صاحب لایک میکنم میشه برمکی صاحب دکی از مردان سنگری فایق صاحب بخدا میدانم با وجود مشکلات هایشان انترنتشان جایشان مناسب نیست ولی همیشه از من استاز بس من از این چند واژه را یاد گرفتم سلام و عرض ارادت خدمت یک آیه که بانوان و کت بانوان و آقایان کسانی که میشنوند صدایتان ترین انداز باد شما ما نسل سرکوب شدگان هستیم که به امید روزی که تا زنده هستیم طعم شیرین آزادی را بچشیم ما مرفایتان را شنیدم جناب استاد انشاءالله سر و پا در خدمت است یکان شعر نخوند یا شعرهای جدید یا
در او کدام؟ شعرهای مناسبتی دارم، شعرهای جدید بخوانه یک شعر گم شد ما از روی شما لطف فرمودین. یک شعر اونا مناسبتی است، بازم روزش سرپرایز باشه، ولی یک شعر از دکتر سمی آمد حماسی است. خواهر ما خیلی خوب در مورد دست نوشته سمسور افغان بیان کردن، ما هم خواندیم کتابه. او در کل یک پلتفرم بود که برای جلوه دادن خوب خودشان و بد دیگرا در دنیا کتابتانن اینمی تحجر و ظلم و استبداد را بالای دیگرا تحمیل کنن. به هر صورتش به قول دکتر سبسمه آمد که در 2007 همی شعرش واقعا اسکار هم گرفت، ای وطن خواهند آخر خانه خاکسترت سازند، نجنبی گر ز جا خاک خودت را بر سرت سازند، به گوشت القه از بند بوت خود بیندازند، غلامت نه غلامت نه غلام نوکرت سازند، نوازش میدهد از مهربانی شانه هایت را، بیا خود را تکان ده این حرامی ها خرت سازند، پرت را بستند و میبرندت بر هوا بالا، اگر پرواز این سانه است آخر پر پرت سازند. دیگه گفتین ما میشه را بر شما امید خوشتان آمده باشه. عالی است. برنامه را فقط یک ویرایش بکنی بخیر و جایگزینی بانوی عزیزه با شابانوی عزیزه بکنی و روز سه شنبه را انتقال بدی و روز پنج شنبه. همین. اگر ما موافق باشن پنج شنبه چطور هستن اونا باشن؟ چون اونا روز سه شنبه رخصت می باشن. خب بانو با شابانوی عزیز میتونی روز پنج شنبه؟ استاد اگر روز شنبه رو میتونم ببینیم تغییرات میشه بیارن، هر روز گناه خوش دارن و میل خودشان باشه، ما خود میتونیم هر روز هر وقتی که خود ما خواسته باشه میتونیم. روز شنبه نوبت خودت است نه جاوید عزیز؟ میتونن شنبه رو ما بجای زیاد سه شنبه اگر مصروف باشن، چون پنج شنبه از ما است. اگر پنج شنبه میتونی شابانو یا شنبه میتونی با بله. کمال مالی هیچ مشکل نیست، ولی اگر سه شنبه هم خودت راحت هستی با ایماق عزیز، چون ایماق یک روز رخصت است و با ما برنامه داره، بازم امروش صحبت میکنیم تا فردا همه چیز تنظیم میکنیم، قابل نگرانی نیست. ایماق هست؟ ایماق عزیز هست اینجا؟ ایماق فکر میکنیم نیست، حتما اون را گپ میزنیم انشالله. خودت میتونی مثلا روز شنبه یا پنج شنبه شابانو یا نه فقط روزای سه شنبه؟ نه شنبه نمیتونم، پنج شنبه هم شاید یک هفته در میان باشه، ولی هر هفته نه شور بختونه. نه دیگه مورد تسلسلی چی میکنیم، سه شنبه ها یک هفته در میان باز خیلی چی میشه دور میشه. خیر باشه انشالله برای یا کار انجام. غیر سه شنبه دیگه کدام روز برایت مناسب است؟ چهارشنبه امکان دارم. درست است، چهارشنبه رو برای ریزرو میکنیم، چهارشنبه رو برای تنظیم میکنیم. چهارشنبه کی است بچه ها؟ دروازی صاحب. دروازی صاحب سر زور استیم، برو برو تغییر. دروازی صاحب یاد از خدا میخواین که تا جایشون درست شبه میخواین که کم به جایشون نزید. سعیز چارشنبه بانوی عزیز. چارشنبه تصویب شد دیگه. یه سر. چارشنبه دائمی شد بخیر. نه دروازی صاحب او کس فلکسیبل است و اون میتونه کس چون بیچاره خداوند تعالی کمکش بکنه فعلا در کمپ است که اون دیگه کارایش به خیر خوبی جور شد و از کم برای دیگه خیلی خوش شدیم واقعا. چهارشنبه به خیر، فردا نه پس فردا به خیر باز ما و شما. فردا هم البته برنامه داریم و با آقای ایماق پیرامون و پس فردا با خودت برنامه همیشگی شد دیگه. میشنویم از بانو رویا، میشنویم سرود ملی را. سرود ملی را داری یا جاوید یا کس دیگه امیره؟ خواهش میکنم یا کس دیگه بتونه پلی کنه، چون امشب ندارم به دیگه از دوشنبه ها تیاری میکنم. جاوید جان خودت میتونی؟ بله بله من میتونم، من میتونم تا یک لحظه. لطفا دستایتان برای سینه هایتان بگذارین و به این حرمت بگذاریم کل ما. بله حرمت بر شما و تمام بیننده ها و کسایی که سهم گرفتن، سپاسگزاری ویژه از بانو رویای گرامی که واقعا برنامه خیلی خوب و مفید
تهیه می کنن و خیلی پشت کار زیاد دارن، واقعا افتخار ما هستن. اگر مرد باشین یا زن فرق نمی کنه، حالا من خیشکشی نمی کنم که بانوی فریخته است، یک فرد از کشور ما است که واقعا می خواهد خدمت کنه. و درود به کسایی که کامنت گذاشتن، شیر کردن و درود ویژه خدمت آقای قنداغا پنشیر که به استمرار کامنت گذاشتن. ممنون تک تکتون. واقعا قنداغا ویژه است شابانو، واقعا یعنی هر روز برنامه داریم این مرد بزرگ 2 ساعت قلب میفرسته. اینم که از درمی اسکاتلند است، هر وقت لندن آمد مهمان ویژه ام است، نه چکش میکنم، امتون مستقیم بیا درمی جایی که من میگم بیاین جیر چکنم، تلاشیش هم نمیکنم، همه قبالای اعتماد دارم، همیشه قلب فرستاده. قنداغای عزیز یعنی قدمایت، یعنی واقعا دست درد نکنه مرد بزرگوار. میشنویم سروده، یالله بله رویا جان، دعایرم خیلی خودت بخوان. بله تشکر از همگی که اینجا بودن، دیگه لایک کردن، شیر کردن، گپای خوب زدن، دیگه قدمای ما چی نخم بگویم دیگه، نروس شده رو ایستم فرق شد بکتر باشه اکچون خیلی خدمانه از سر شابانو نخوانیم. خیلی یکی دیگه بخونه، امشب هم نشد از مسای ترینینگ نبوده. نرویس شدی، من ایفون چرا؟ الله چقدر تو زحمت کشیدی. من خیلی جاوی جان کی بخونه خدمه؟ سر حاجی صاحب به خدا برمکی صاحب بخونه. حاجی صاحب ایت نخونده، ایش دمی زندگی خود نخونده. لو گیرش هم کردیم، نه جای خطرناک هم گیرش کردیم. بفرمایید. با سپاس و امتنان از همه حضار، کسانی که سخن گفتند، کسانی که استحماق کردند، تعامل کردند، قدم های همه چابکتر، روان همه خراسانی تر باد. خراسان به پیش، یا الله.
یالله 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 یالله